یه لحظه زمان بدین تا الان بفرمایید. با درود، ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، دوستان حاضر در جلسه و دوستانی که ما رو از طریق یوتیوب تماشا میکنن و دوستانی که از طریق اپ با ما همراه هستن، شروع میکنیم امروز جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. من در ابتدای امر نام سخنرانان عزیز و موضوعاتشون رو من صدا به هم صدا داره به من اکو میشه، نمیدونم چه مشکلی هستش. فکر میکنم مایک یکی از دوستان باز باشه. سخنرانان و موضوع سخنرانی دوستان عزیز رو اعلام میکنم. جناب آقای عبدالمجید بازداران با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در بهمن ماه 1401، بانو غزال سادات ابتهی، بررسی ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی، و جناب استاد مهدی افشارزاده با موضوع تبعیض حقوقی، و در آخر هم میرسیم به بحث آزاد با موضوع حق رفاه و امنیت اجتماعی، عواقب زندگی کردن در سایه یک رژیم دستوری و دیکتاتوری. امروز شنبه 4 مارس برابر با 2023 ساعت 16:09 به وقت اروپای مرکزی. دعوت میکنم از سخنان اول جناب آقای بازداران. مایک در اختیار شما جناب آقای بازداران، بفرمایید، میشنویم شما. درود عرض میکنم خدمت شما همکاران عزیز. چند را از موارد نقض حقوق کار و کارگر رو جدا کردم به خاطر اینکه تعداد زیاد بوده. من با 5 تا خبر در خدمت هستم چون که تایم زیاد گرفته نشد. اولین خبر، یکی از پرسنل داروخانه‌ای در شرق تهران در رابطه با مسئله حجاب با یک آمر به معروف دچار درگیری کلامی شد و این درگیری به اخراج وی از محل کارش انجامید. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به تازگی ویدئویی منتشر شده است که در آن یکی از پرسنل داروخانه‌ای در تهران نسبت به رفتار یک آمر به معروف در رابطه با مسئله حجاب واکنش نشان میدهد. این ویدئوی دیگری از فرد شاغل در داروخانه امیر حسین منتشر شد که این نسبت به اقدام خود ابراز پشیمانی و عذرخواهی میکند. این ویدئو مشخص نیست تحت چه شرایطی ضبط شده است. با این حال مذکور اعلام داشته که این خانم اصلا بسیار مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بیقانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار دادند. این خبر نقض کننده ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی عدم دخالت در احوال شخصی می باشد. در خبر دوم، روز چهارشنبه 26 بهمن ماه 1401 جلسه دادرسی به پرونده شعبان محمدی در دادگاه انقلاب شهرستان مریوان برگزار شده بود. به گزارش حقوق بشر در ایران، به نقل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور، روز دوشنبه 24 بهمن ماه 1401 آقای شعبان محمدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان ساکن شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان در جلسه واخواهی به پرونده قضایی خود محاکمه شد. بر اساس این گزارش، آقای شعبان محمدی به همراه وکیل مدافع خود طاهر توحیدی دفاعیاتشان را از بابت اتهام منترج در کیفرخواست به قاضی دادگاه ارائه کرد. لازم به اشاره است آقای محمدی در تاریخ 17 آذر 1401 به صورت غیابی توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مریوان به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود و این در حالی بود
که متهم این پرونده از تاریخ برگزاری جلسه دادرسی و صدور چنین حکمی اطلاع نداشت. ممانعت از فعالیت از انجام فعالیت‌های صنفی ناقض ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد و مفاد و مفاد 21 و 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز هست. در خبر سوم به گزارش خبرنگار ایلنا روز 24 بهمن ماه جمعی از کارگران قرارداد موقت نفت به دفتر مرکزی شرکت نفت در خیابان حافظ تهران مراجعه کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این کارگران از احتمال پرداخت عیدی کارمندی پایان سال انتقاد کردند و گفتند چرا تمام سال کارگریم اما عیدی پایان سال کارمندی است. کارگران قرارداد موقت نفت با بیان اینکه باید مشمول پرداخت عیدی کارگری حداقل 2 پایه حقوق و حداکثر 3 پایه حقوق کارگری شویم میگویند پرداخت عیدی کارمندی به کارگران نفت اجحاف است. امیدواریم مدیریت منابع انسانی نفت به این مسئله توجه کند و دستور پرداخت عیدی کارگری را صادر نماید. این خبر هم که خدمت رو اعلام کردم نقض کننده ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق امنیت کار. و در خبر بعدی بازنشستگان مخابرات در استانهای اصفهان، تهران، کرمانشاه، خوزستان و چند استان دیگر به عدم اجرای مفاد اداری و رفاهی آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی 89 اعتراض کردند. از دیگر خواسته های این بازنشستگان اجرای بیکم و کاست بیمه تکمیلی درمان طبق تعهدات داده شده در زمان واگذاری و خصوصی سازی در حد منزلت و کرامت بازنشستگان هست. آنها همچنین به افزایش 30% سهم بازنشستگان مخابرات برای برخورداری از بیمه تکمیلی اعتراض دارند. طبق آیین نامه داخلی سرپرست نیروی انسانی مخابرات ایران سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از 80-20 یعنی 80% سهم شرکت و 20% سهم بازنشسته به 50-50 تبدیل شده است. این بازنشستگان خواستار پرداخت و تسویه حساب کامل فوری هزینه های پزشکی معوقه و عمر بیمه معلم 1400 و 1401 نیز هستند. این خبر هم نقض کننده ماده 25 اعلامیه حقوق بشر یعنی حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه باشد. و در خبر آخر در حالی که از آغاز اعتراضات به قتل حکومتی خانم ژینا امینی صدها دانشجو در سراسر ایران بازداشت و یا به کمیته‌های انضباطی احضار و از ادامه تحصیل تعلیق و چندین استاد دانشگاه نیست از تدریس و هیئت علمی کنار گذاشته شدند، رئیس دانشگاه تهران ادعا کرده هیچ یک از این محرومیت‌ها و مجازات‌ها به خاطر انتقاد و اعتراض نبوده است. او به خبرگزاری دانشجویان ایران یا همون ایسنا گفته برخی از اساتید به تعهدات علمی خود عمل نمی‌کنند و این احتمال وجود دارد که در دوره پیمانی باشند و قراردادشان به دلیل اعلام گروه یا دانشکده تمدید نشود. مقیمی در بخش دیگری از این گفتگو با تکرار این جمله که ممکن است برخی از اساتید پیمانی باشند مدعی شده کسی به دلیل مسائل سیاسی در دانشگاه دچار مشکل نشده است مگر اینکه تعهدات حرفه‌ای خود را انجام نداده باشد. و البته در بخش‌های انتهایی گفتگو در حالی که در گفتار از اعتراض و انتقاد دانشجویان دفاع کرده به صورت تلویحی مجازات برخی از دانشجویان و مدرسان را به دلیل شرکت در تحصن‌های دانشجویی تاکید کرده و گفته است با هیچ دانشجو و مدرسی برخوردی صورت نگرفته مگر اینکه بخواهند در مأموریت دانشگاه خلل ایجاد کنند. اخلال در دانشگاه اتهامی است که به امیر مازیار و چند تن دیگر از مدرسان دانشگاه هنر تهران منصوب شده و حداقل 2 تن از آنها به همین دلیل 1 ترم تعلیق شدند. مقیمی همچنین بدون اینکه از اعتصاب و تحصن دانشجویان و مدرسان نامی ببرد حضور به موقع در کلاس درس را یکی از تعهدات استادان عنوان و تأکید کرد که حقوق برخی از مدرسان دانشگاه به دلیل حضور نیافتن در کلاس درس پرداخت نشده. این گزارش هم نقض کننده ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق امنیت کار.
من سعی کردم خلاصه اخبار رو خدمتتون عرض کنم. البته گزیده از اخبار بود. ما در طول یک ماه گذشته حدود 100 خبر، بیش از 100 خبر، 100 گزارش و نقض حقوق بشر داشتیم، حقوق کار کارگران، که داخل سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ثبت شده. دوستانی که علاقه دارن میتونن بقیه اخبار رو اونجا پیگیری بکنن. متشکرم از توجهتون. من مایک رو آن کنم. ممنون جناب بازاران عزیز بابت گزارش های اخبار. دوستانی که توی بحث خبرگزاری و خبررسانی ها کار میکنن میدونن که حجمه این اخبار چقدر زیاده و دوستان باید همیشه اینا رو خلاصه بنویسن و این حجمه، این بار منفی هم که از این اخبار به دست دوستان میرسه خیلی بالاست، یعنی صبر و تحمل بسیاری میخواد که اینا رو هی بردی خلاصه بنویسی و به صورت گزارش در بیاری. من فکر میکنم که چند تا از مهمترین اخباری که جناب آقای بازاران مطرح کرد برمیگرده به بازنشسته ها و معلم ها. خب ما میدونیم قبل از این شروع این انقلاب و اعتراضات، عارضم به خدمتتون که ما شاهد تظاهرات هر هفته کارگرا، بازنشسته ها و معلم ها بودیم. دیگه الان فکر کنم بالای 3 سال شده که هر هفته اخباری مبنی بر این عدم دریافت حقوق، معوقات موضوعی از سمت بازنشستگان، معلم ها و تا یه جایی هم به اساتید دانشگاه هم میرسید این معوقات موضوعی و این اعتراضات. و خب خبر تأسف بارم که این روزها داره دست به دست میشه، همین برای همین امروز هستش که حملات شیمیایی به دست کم 17 مدرسه دیگه در روز شنبه عامل مسمومیت ترکیبی از چند گاز است. هم به نوع خودش خیلی جالب توجه هستش که 16 تا مدرسه دبستان و دبیرستان اعلام شده و یک مدرسه پسرونه، این هم در نوع خودش حائز اهمیت هستش. و همچنین که آقای بازاران اشاره کرد به دستگیری دانشجوها، همچنان این رو هم شاهدش هستیم. بنابر این عفو عمومی هم که اعلام شد، متاسفانه اخباری مبنی بر این که چه تعدادی همچنان آزاد شدن در دسترس نیست به صورت رسمی. ممنون جناب آقای بازاران عزیز. آقای احمدی خای عزیزم، مایک با شماست، بفرمایید. خسته نباشید. ببین آخه یه بحثی که الان شما می‌کنید بازی ما واقعات حقوقی، ایرادی که وحشتناکی که الان داره با این نرخ تورمه، مثلا طرف 6 ماه 1 سال دیرتر حقوقش رو بگیره تقریبا گرفته می‌بینی نصف میشه پولش و تقریبا دولت با این کارش، یعنی با تأخیرش، یه جورای دیونش رو نصفه میده. اگر کارفرمای اصلی دولت در نظر بگیریم و بدهی ها رو محقوقات محقوق و یه نوع بدهی در نظر بگیریم، با تغییر به راحتی داره بدهی های خودش رو نصفه میده و اینو هیچ وقت تقریبا به رسمیت تقریبا جایی نگفتن یا توجه نشده که به راحتی داره بازی میکنه. یا دیون دیگه شو شما خیلی پیمانکارا هستن به واسطه دیری گرفتن دیونشون یا ورشکست میشن یا حداقل اینه که به حقوق عادلانهشون نمیرسن. طرف اومده یه پروژه‌ای انجام داده، یه عددی رو سود در نظر گرفته، حالا اون سودی که بهش نمیدن نصفه میشه. بعد جالب اینه که خب ما دیر کرد داریم تو مالیات، تو هزینه ها، مثلا بیمه اگه نده مالیات داریم، تقریبا یر به یر شاد بشه، شاید هم باعث ورشکستگی خیلی بشه. این افزایش نرخ تورم کمر خیلی رو داره نابود میکنه. خیلی چیزها هستش که پشت پرده است یا مردم حالا شاید یه پدیده تقریبا نوعیه، چون که خیلی دیگه در افزایش نرخ تورم بالا شده، قاعدتا این کم کم عوام میشه و شاهد خواهیم بود که خیلی ها فقط به واسطه نرخ تورم شدیم. از سالیان سال این حکومت این تأخیر پرداختشون بوده، ولی الان چون که اینقدر نرخ تورم بالاست واسه ورشکستگی و بدبختی خیلی داره میشه. اینم دوست داشتم عنوان بکنم با شما در جریان باشید. خیلی ممنون که وقت در اختیارم. ممنون جناب احمدی خای عزیز. بله دقیقا نرخ تورم که اثرگذاری مستقیم داره، الان اخباری که داره میرسه هر روز هم داره تصاعدی میره بالا. متاسفانه این نرخ تورم یه جوری افسار گسیخته شده. مسئله دیگه ای هم که هست، ما یه سری اخبار غیر رسمی هم خب داریم. الان معوقات موضوعی از سمت پیمانکارانی که داخل منطقه
دو تهران مترو اونجا مشغول هستن. اونجوری که من مطلع هستم 7 ماه حقوق نگرفتن متاسفانه. نگهبانان این مجموعه همچنان حقوق نگرفتن. یه سری کارگرا هستن که به اصطلاح باید تخصصی تر کار بکنن. به عنوان مثال توی بحث این پله برقی ها که هستش الان رایزنی میشه که اینا رو از بلژیک خریداری بکنن. همچنان چیزی که من میدونم 3.5 سالی که اینا دارن رایزنی میکنن. متاسفانه این پروژه تموم نمیشه. اینها این کارگران متخصص الان موافقات موزی دارن. بحث ایدی هم هستش. حالا من نمیدونم این بحث ایدی چطور محاسبه میشه جناب احمدی خواه، ولی خب این هم باید برابر این تورم که بالا میره یه جورایی این مبلغ بره بالا، ولی ظاهرا چیزی که هستش مبلغ همون جوری یکسان مونده. از دیگر دوستان و شنونده ها و دوستانی که حاضر در جلسه هستن اگر تمایل به صحبت یا مشارکت دارن من خوشحال میشم که مایک رو در اختیارشون قرار بدم. در غیر این صورت بانو غزاله ابتهی عزیز با موضوع بررسی ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میشنویم از شما. اگر با اشاره دست من راه نمایی بکنین من مایک رو در اختیارتون قرار میدم. میشنویم شما رو، بفهمید. با سلام و درود خدمت همکاران و همراهان گرامی، با هم بررسی میکنیم ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اساسی انسان ها میداند. دادگاه باید عمومی باشد تا منصفانه بودن نظر دادگاه تضمین گردد و اگر قاضی تصمیم می‌گیرد که کل یا بخشی از دادگاه را غیرعلنی کند باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات را داشته باشد. بر اساس ماده 10 هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اولیه می داند. باید دلایل قابل قبولی مانند ماده ماده 9 به دادرسی های عادلانه میپردازد. تمرکز این ماده بر روی دعواهای حقوقی مدنی است، یعنی زمانی که یک شخص علیه شخص دیگری شکایت میکند. هدف این ماده برپایه یک دادگاه و دادرسی است که مستقل و بی‌طرفانه به اظهارات شاکی و متهم گوش میدهد. مساوات و برابری در لغت مترادفند و در اصطلاح برابری اصلی از اصول حقوق عمومی به شمار می رود که به موجب آن همه مردم صرف نظر از جنس، طبقه، مذهب، ثروت و شغل باید از حقوق و تکالیف مساوی برخوردار باشند. در واقع مراد از مساوات برابری همه افراد در استفاده از موهبت‌ها و نعمت‌های الهی و مزیت‌های اجتماعی است و وظیفه قانونگذار در هر جامعه ای این است که امکانات و تسهیلات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یکسان را در اختیار همه قرار دهد. از دید اصول قانون اساسی، در اصول 35، 34، 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است و در این مورد با خلأ قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. اصل 19 قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل 20، همه افراد ملت عام از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی تواند از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل 35 در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل 36 حکم به مجازات و اجرا باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 37 اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل 38 هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اصل 156 قوه قضایی قوه است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است. 1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور که قانون معین می کند. 2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. 3. نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. شاید می توان گفت که محوری ترین مسائلی که سالهاست تبدیل به بحران حقوق بشر در ایران شده اند نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه و ناکارآمدی این نظام در رسیدگی و نظارت بر آن است. در واقع نیاز فوری به اصلاحات بنیادین در نظام قضایی ایران وجود دارد که می تواند تأثیر چشمگیری در بهبود وضعیت حقوق بشر این کشور که از نظر شدت وخامت در موقعیت بحرانی است داشته باشد. اجرای عدالت به خصوص عدالت کیفری در ایران از دو جنبه با مشکل روبروست. اول توسط قوانینی که واضحاً تعهدات حقوقی بین المللی ایران را نقض می کند و دوم به خاطر قصور مداوم در پایبندی به قوانین و اجرای کامل آنها. به علاوه استقلال و بیطرفی و صلاحیت دادگاه های ایران و قضاتی که به قضاوت می نشینند در معرض این خطر جدی هستند که توسط قوه قضاییه‌ای که رابطه نزدیکی با منافع قدرتمندترین فرد سیاسی کشور دارد دعوت به سازش شود. دادگاه های انقلاب در ایران که بعد از انقلاب سال 1357 به منظور رسیدگی به پرونده های سران رژیم پیشین تشکیل شدند، امروز طیف وسیعی از جرائم مربوط به امنیت ملی رسیدگی می کند که این امر فراتر از قانون اساسی است. سازمان های حقوق بشری بارها و بارها اشاره کردند که قضات دادگاه های انقلاب اغلب فراقانونی عمل می کنند و یا در رسیدگی به موارد معترضین سیاسی همکاری نزدیکی با سازمان های امنیتی و سرویس اطلاعات دارند. دادگاه انقلاب همچنین صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر را دارد که اکثریت قریب به اتفاق پرونده های اعدام کشور را تشکیل می دهند و بیشتر اوقات بی‌عدالتی و سوء استفاده از قانون را می دانند. به جز عدم استقلال و بیطرفی متهمان تحت پیگرد در دادگاه های انقلاب و بعضی دادگاه های کیفری عمومی از حقوق اساسی متهمان محروم بودند. در حال حاضر خلأهای بسیاری در قانون آیین دادرسی کیفری برای متهمانی که درگیر پرونده های اخیر در اعتراضات، جرایم امنیت ملی، فساد مالی و جرایم سیاسی یا مطبوعات هستند و نمی توانند خودشان وکیل اختیار کنند یا وکیلشان نمی تواند دسترسی کامل به همه مدارکی که علیه متهم است داشته باشد وجود دارد. این گونه استنباط می شود که اقدامات دولت و مخصوصاً قوه قضاییه در راستای کنترل سازمانی کانون وکلای ایران استقلال و خودمختاری کانون را به مخاطره انداخته است. مجموعه ایرادات جدی در قوانین حمایت از دادرسی قانونی و عادلانه، ناتوانی حکومت در پایبندی بر نظارت و اجرای صحیح قوانینی است که مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه و دادگاه‌های منصف باشد. متاسفانه همچنین شاهد گزارش‌های مبنی بر دستگیری افراد بدون حکم یا نگهداری آنها در مکان‌های نامعلوم بدون هر گونه خبری درباره شرایط فرد بازداشت شده و همچنین محل نگهداریشان هستیم.
مخصوصا در اعتراضات اخیر که ربودن معترضان برای ماموران حکومتی یک امر طبیعی شده است. همچنین یادآور می‌شوم که علی‌رغم حمایت‌های موجود در قانون اساسی و اصلاحات اخیر قوانین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برای متهمان دادگاه‌های فرمایشی چند دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل برگزار شده و یا متهم را پیش از دادگاه با چشم بند جابجا کردند، کتک زدند، مورد بدرفتاری و شکنجه قرار دادند و اعترافات انجام شده در بازداشت و بازجویی همراه با اجبار فیزیکی و زور بوده است. در حالی که اغلب درباره چنین قانون شکنی هایی نسبت به متهمین پرونده های امنیت ملی بحث می شود، مستندات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد رفتار مشابهی با متهمان جرائم عادی نیز صورت می گیرد. کسانی که جرائمی مانند قتل، تجاوز به عنف یا قاچاق مواد مخدر دارند نیز از حقوق اولیه خود در دادرسی عادلانه محرومند. این موارد نیز به همان اندازه نگران کننده هستند، هرچند که کمتر از سوی مقامات به آن رسیدگی شده و مجرمین بدون وکیل به دادگاه برده می شوند. خلأها و قصوراتی که از جهات بسیار در نظام عدالت کیفری ایران وجود دارد، باعث تسهیل سوء استفاده از حقوق اساسی مانند آزادی بیان و تشکیل تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی اندیشه و عقیده و مذهب و در پی آن سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این سیستم می شود. و همچنین موضوعاتی همچون مسئله تبعیض علیه زنان، جامعه دگرباشان جنسی و دیگر گروه های قومی و مذهبی، اعمال مجازات های اعدام برای جنایت غیر از قتل، محدودیت در اجازه به تشکیل اجتماعات مدنی مسالمت آمیز، نقض دادرسی عادلانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. درباره نقض این ماده توسط جمهوری اسلامی بحث‌های زیادی می‌شود کرد، اما به علت ضیق وقت در همینجا صحبتم رو تمام می‌کنم به امید پیروزی و سربلندی مردم کشورمون. خیلی ممنون از شما خانم عطایی عزیز بابت گزارش جامع و کامل و بررسی ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره‌ای هم داشتید به قانون اساسی که کاملا مشخصه که تمام اون مواردی که گفتید شامل موارد نقض میشه و هیچ کدوم از این قوانین متاسفانه با توجه به اینکه داخل قانون اساسی هم اومده انجام نمیشه. جناب آقای گلستانجوی عزیز، مایک با شماست، میشنویم شما رو. سپاس فراوان. درود خدمت دوستان عزیز و حاضرین تو جلسه. خب به خوبی خانم عبتری موارد قانونی رو حداقل از بعد قانون اساسی اشاره کردن، یه بیال مفادی نمون که حالا بخواییم بهش اضافه کنیم، ولی من همیشه به این معتقد بودم و در جلسات گفتم که قوانین رو حتی همین دولت جمهوری اسلامی شاید تا حدودی همراستا با اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشتن، ولی فقط نوشتن، ولی از همه مهمتر اینه که در انتهای تمام مفاد قانونی یه تبصره هست که همه این شرایط به شرطی قابل اجراست که مخالف با موازین اسلام نباشه. و اون وقت موازین اسلام رو کی تعریف میکنه؟ خود همین آقایونی که دیگه مبدی یا در واقع بگم انتشار این دین رو به عهده دارن. الان همین چند روز پیش، خب احتمالا همه دوستان میدونن، بسیاری یه تعدادی از خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی، البته من نمیدونم چطوری پیش خودشون فکر کردن که برن شکایت کنن، ولی خب رفتن شکایت کردن، ولی بعد چند روز تازه حالا دیگه بهشون ثابت شده که عملا شکایت دوز رو پیش چی میگن؟ پیش صاحب مال میگن دوز پیش دوز ببری دیگه اصلا عملا معنی نداره و رفتن شکایت خودشون رو پس کردن. اصلا خیرت الله خیر و دیگه ما اصلا شکایت نداره، چون عملا میگم نمیدونم چطور فکر کردن که این دادگاه میتونه دادگاه صالح باشه، ولی دیگه به این نتیجه رسیدن که بله این دادگاه صالح نیست و اصلا طرح شکایت اصلا بی‌معنی. و این رو همه هموطنان، چه اونایی که حالا حقوقدان هستن چه اونایی که سرشی از حقوق ندارن، با اطلاع از قوانین میتونن خیلی راحت
اگر به پستشون تا حالا به هیچ دادگاهی نخورده که ایشالا ایشان هم نخوره، به راحتی میتونن بفهمن که این قوانین خیلی روشن و واضح مشخصه که اجرایی قابلیت اجرایی نداره. حالا اصلا ما به اعلامیه جهانی و بشر و کنوانسیون های بین المللی اصلا اونا رو کنار میذاریم، همین قوانین که خود جمهوری اسلامی به اصطلاح تصویب کرده و قانون خودش معرفی کرده. ممنونم از اینکه مایکروفون دادید. من مایکرو دارم. ممنون جناب گلستان جوی عزیز. دقیقاً بحث همین هستش که داخل اصلاحیه قانون موجودات اسلامی سال 89 که اومدن این قانون رو اصلاح کردن و یک سری مفاد و مواد در واقع تغییر ایجاد کردن یا اضافه کردن برای اصلاحیه که برای سال 92 اومد در واقع تصویب هم شد، متاسفانه بسیاری از حقوقدان ها همین رو میگفتن، گفتن خیلی از این قوانین خودشون رو نقض میکنن. درسته قشنگ نوشته شده، شکیل نوشته شده، اما اون اما و اگرهای ته این مفاد قانونی شما اگه ببینین با توجه به مثلا یه بندی و نام میبرن آخرش هم خلاف موازین اسلامی و شرعی نباشد، همین اما و اگرها باعث میشه که اون قانون اصلا اجرا نشه یا اصلا اون قابلیت خودش رو نقض بکنه، چرا که اساسا برمیگرده دوباره به شریعت. جناب آقای بازدارم میشنویم شما رو، مایک با شماست، بفرمایید. جناب بازدارم مایکتون بسته است اینگاه. من اصفایی میکنم. الان صدای من هست؟ بله الان صدای هست. خدمت دوستان من اصفایی میکنم مجددا. باز برم میخواستم به همین نکته اشاره کنم. نوشته بودم این جمله رو که خانم ابتهی اشاره کردم بهش، داخل قوانین جمهوری اسلامی بیان شده که زنان و مردان در برابر قانون مساوی هستند طبق موازین اسلامی. این خود بخش دوم این جمله نقض کننده بخش اول جمله هست که طبق موازین اسلامی ما داخل شرع زنان و مردان برابر نیستن، یعنی چیزی که خود فکر میکنم خود اسلامی ها هم نمیدونم کسایی که سررشته دارن توی قوانین اسلامی میدونن که بهش اذعان میکنن که زنان و مردان با همدیگه برابر نیستن، پس این اصلا کنسل این قضیه. موارد دیگری هم بود که اشاره کردن بهشون، مثلا شکنجه نشدن زیر اعترافاتی که از طبق چیز ثبت میشه از متهمین زیر شکنجه، اونها نمیشه بهشون استناد کرد، در صورتی که ما ببینیم که چند وقتی بار یک بنده خدایی رو میرن داخل تلویزیون باهاش مصاحبه میکنن و گفته هایی رو که خودشون بهش دیکته کردن و میگن که اونجا تکرار بکنن. این مواردی هست که ما دقیقا داریم هر روز میبینیمشون، یا گرفتن وکیل اصلا داخل اخبار خودشون هست که آقا جون گرفتن وکیل برای فلانی ممنوعه، اصلا از اخبار رسمی هم داره در میاد، یا دادگاهی برگزار شده بدون حضور متهم حتی و برایش رأی صادر شده، اصلا وکیل که بماند خود متهم هم حضور نداشته اونجا، اجازه صحبت نداشته. و اینا یه چیزایی هست که شاید نمیدونم این غربی ها وقتی که نگاه میکنن میگن که خب شما قانون دارین داخل کشورتون رو نمیدونم اینجور چیزا، ولی فقط ظاهر قضیه رو میبینن و دقت نمیکنن به این قضایه که اصلا یک اینکه قانون چیزی که نوشته شده اگر بهش دقت کنید مخالف موازین حقوق بشری هست، و دوم اینکه به همون نیمبند ها هم که نوشته شده به چه صورتی داره اجرا میشه. مرسی، من دیگه بیشتر وقت دوستان رو نمیگیرم. ممنون جناب بازان از اطلاعات تکمیلی. دقیقا همینطور از بحث اعترافات اجباری یا یه بحث دیگه ای هم که اینجا مطرح هست در رابطه با سازمان زندان ها. خب بسیاری از دوستان یا بسیاری از وکلا روی این موارد قانونیه که در واقع حقهایی که زندانیان دارن زیاد مانور نمیدادن، ولی در طی این چند سال اخیر ما داریم میبینیم که بسیار پافشاری میکنن روی حقهای قانونی که این افراد زندانی دارن و باعث شده که سازمان زندان ها مستقیما مورد نقد قرار بگیر، و با توجه به اینکه مردم آگاه بشن از حق و حقوقشون مثلا زندانیا یه تغییراتی انجام بشه. ولی خب
متاسفانه همونجور که اولش هم صحبت کردیم، بسیاری از این قوانین چون با اما و اگر همراه هست متاسفانه انجام نمیشه دیگه. نمونهش هم خود شما بازاران اشاره کردید که تساوی حقوق زن و مرد، این یکی از همون اصولی بودش که آقای خمینی همون قبل از اینکه اصلا بیاد روی کار باش مشکل داشت، اون بود. یکی یه بحث برابری بود، یک بحث حق رأی زنان بود که خب از همون ابتدا اینا باش مشکل داشتن. و ممنون از اطلاعات تکمیلی شما. دیگر دوستان اگر کسی تمایل به صحبت داره میتونه منو با اشاره دست راهنمایی بکنه. در غیر این صورت میریم سراغ جناب استاد مهدی افشارزاده عزیز با موضوع تبعیض حقوقی. جناب افشارزاده عزیز، مایک با شماست، میشنویم شما رو. سلام خدمت همگی. رفتارهای تبعیض‌آمیز در حوزه حقوق پرداخته کارمندان در ایران، به اندازه‌ای که این کارمندان قدرت چانه‌زنی وزارتخانه مطبوعشون رو عامل معیار پرداختیا میدونه و خواهان اجرای عدالت در پرداخته هستن، بی سر و سامانی در پرداخت حقوق و فوق‌العاده های دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف گلمندی های زیادی رو برای کارکنان و کارمندان در ادارات و وزارتخانه ها ایجاد کرد. افزایش حقوق کارمندان برخی از وزارتخانه ها نسبت به حقوق کارمندان دیگر دستگاه ها سوال جدی رو وجود میاره و به جایی که ذهن بسیار رو مشغول کرده که چرا یکسان سازی حقوق و یک پارچه سازی در تمام دستگاه ها اتفاق نمیافت. این نابسامانی به اندازه ای که وقتی بخشی از مطالبات در افزایش حقوق دستگاه ها محقق شد، صدای اعتراض بخش دیگر رو بلند کرد و این موضوع مشکلاتی رو برای کسانی که در پی حل مشکلن ایجاد کرده و به این معنی که افزایش حقوق نیازمند تأمین اعتباره و اگر این تأمین اعتبار صورت نگیره قطعا محقق نمیشه و رضایتمندی کارگران هم فراهم نمیشه. به نظر میرسه این نارضایتی به حقیه، چرا که کار حالا در اون پروسه‌های مختلف و اون شبکه‌های مختلفی که دارن کار میکنن، خب کارشون که برابره، مدرکشون هم برابره، تخصصشون هم برابره، پس این نیازمند دریافت یک حقوق یک پارچه. حالا البته تفاوت‌های جزئی نسبت به تخصص و مدارک بالاتر وجود داره که اون قابل درکه، اما تفاوت چند ده میلیونی بین کارمندان وزارتخانه ها و ادارات مختلف به هیچ عنوان قابل پذیرش و قبول نیست. با توجه به گستردگی و تنوع کارکنان دولت و مسائل صنفی هر کدام از دستگاه ها، لزوم رفع تبعیض در میزان پرداختی های کارکنان دولت در حال حاضر بسیار مشهوده، چرا که بسیاری از کارکنان دولت نصف خط فقر حقوق دریافت میکنن و عملا از تأمین معیشت خودشون عاجزن و بستر فساد در کار اداری رو باز میکنن، فسادی که اگر ریشه یابی نشه میتونه اثرات سویی برای کشور و جامعه ایجاد کنه و ایجاد کرده و نتیجهش میشه ناامیدی مدنی. چند وقت پیش آقای سیاوش آقاجانی یه مصاحبه رو انجام داده بود با خبرگزاری فارس و اونجا مواردی رو مطرح کرد که باعث یه جنجال بزرگ در حقوق‌ها شد در پرداختی ها. این فرد مدرکش فوق لیسانس بود و 20 سال سابقه کار و با وجود اینکه کارشناس مسئولم بود، با حق اضافه کاری که نهایتاً 200,000 تومان بود، حقوق دریافتی شده بود 6,500,000 تومان.
6,500,000 تومان و سایر همکاراش با 10 سال سابقه کار 4 تا 5 میلیون تومان. طبق درصدی که مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه اعلام کردن، کارخونه وزارتخانه پایین ترین دریافت حقوق رو در دولت دارن، در حالی که وعده سال گذشته چی بود؟ مزایای فوق‌العاده، به طوری که این مزایا از 20 تا 50% افزایش پیدا کنن، اما اینا فقط در حد وعده بوده و هنگامی که پیگیر میشیم پاسخ فقط یک جمله است: ما بودجه نداریم. بیشک رعایت عدالت و رفع تبعیض از بدهی‌ترین حقوق انسان هاست و تکالیف حکومت هاست، به نحوی که طبق بندهای 1 تا 9 از اصل 3 قانون اساسی خودشون رفع تبعیضات رو ناروا دونستن و گفتن باید تلاش کنیم امکانات عادلانه رو به وجود بیاریم برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا، مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. از این رو افراد و گروه های فعال صنفی در وزارتخانه مختلف به صورت هماهنگ و بعضن برای مجموعه خود اقداماتی انجام میدن برای اینکه میخواد اون تبعیض از بین بره، ولی در واقع دامن میزنن به تبعیض. یعنی اونا فقط برای مجموعه مورد نظر خودشون تلاش میکنن و وقتی که حالا به هر طریق اون بودجه رو دریافت کنن، اولا با کارمندهای حالا واحد دیگری اختلاف ایجاد میشه، اختلاف حقوقی به وجود میاد و عملا دوباره یک تبعیض حقوقی رو به وجود میارن و هیچ اهداف مشترکی نیست که داشته باشن. البته یه برنامه‌ریزی کرده بودن مثل کارزار ویژه و درخواست از رئیس جمهور که آقا این تبعیض رو از بین ببرین. 14,000 کارمند دولتی هم حالا اون کارزار رو امضا کرده بودن و نتیجهش قرار بود که برقراری سقف 50% فوق‌العاده ویژه باشه که در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتاً بهش اشاره شده. اونا کوشیدن، تلاش کردن تا از هر طریقی، حالا چه ظرفیت‌های قانونی، چه ظرفیت‌های مدنی، این اهداف صنفی خودشون رو برای این تبعیض از بین ببرن، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و حقوقا بر همون پایه اساسی موند. عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس جبار کوچکی نژاد، حالا این فرد حالا عضو ناظر مجلس در شورای حقوق دستمزد هم هست، گفته که شورای حقوق دستمزد و هیئت وزیران هر کدوم بخشی رو برای اصلاح در دست گرفتن و مصوباتی رو اجرا کردن. خب این مصوبات اجرا شده، ولی موضوع اینه که برخی ها، یعنی این فرد گفته که برخی ها دلشون نمیخواد که این مصوبات اجرا بشه و توی مقطع زمانی هم یه سری انتقادات کرد از مشکلات و رفع مقطعی اونا. ببینید مقطعی دیدن موضوعات مشکلات رو به صورت کلی حل نمی کنه و مجلس باید برای برون رفع از این مشکلات چاره بیاندیشه. یعنی این فرد اومد کارمندان وزارت کار و تعاون رو مثلا به عنوان نمونه انتخاب کرد که حالا این کارمندا پایین ترین حقوق دریافتی رو داد و بعد درخواستش این بود که همونقدر که حقوق سایر وزارتخونه ها، سایر دستگاه ها رفته بالا، حقوق اونا افزایش پیدا کنه. ولی بعد خود این فرد اعلام کرد کسانی هستند که ظرفیت های قانونی رو دارند و مانع میشن برای اینکه این اهداف به نتیجه برسه. البته خب اسم واضحی نیورد، یعنی اسم سازمان، نهاد، چیز خاصی رو نگفته، ولی فقط اعلام کرده که آقا کسانی هستن که دارن مانع میشن که ما بتونیم این برابری رو به وجود بیاریم.
و کسان دیگه هم هستن در دولت که فعال صنفی هستن، مثل خانم سیما شکری که تلاش کرد برای رفع تبعیض موجود و این گفت که و پیشنهادش این بود که آقا برای رفع تبعیض موجود اون بار مالی که وجود داره اون تأمینش از چه طریقی باشه که باعث ایجاد تورم نشه، چون خیلی مهمه اگه میخواد یک حقوقی افزایش پیدا کنه از یک طریقی اون منبع اون پول دریافت تأمین بشه و بعد دریافت بشه که باعث ایجاد تورم نشه، چون اصلا منطقی نیست که یه حقوقی افزایش پیدا کنه مثلا میگم 4 میلیون 5 میلیون افزایش پیدا کنه در قبال اون سایر اقلام خوراکی و سایر موارد هم افزایش پیدا کنه، یعنی همون پولی که میخوام بدم به اون کارمند، اون کارمند حالا بعد پسش بده به حالا اداره برق، آب، گاز، گوشت، برنج. پس خیلی مهمه که اگه قرار اون بودجه تأمین بشه از چه طریقی تأمین بشه که باعث ایجاد تورم نشه، یعنی اون قدرت خرید کارکنان و اون کارمندان رو از بین نبره. مثلا در برخی از این وزارتخونه ها خب اونا قدرت چانه‌زنی بالاتری دارن، اونا تونستن خیلی بی سر و صدا و با استفاده حالا از بندها و تبصرهای قانونی متناسب با نرخ تورم و حتی بالاتر از اون یه سری حرکتهایی رو انجام بدن. ولی اگه سایر کارکنان اعتراض کنن بابت این رفع تبعیض، اونا رو حامی تورم جلوه میدن، خودشون یه مسیر رفتن به خودشون و اون نهاد مطلوب خودشون و کارمنداشون به اون نتیجه مورد نظر رسیدن. ولی اگه همون مسیر رو کارکنای سایر وزارتخونه ها برن که به نتیجه برسن، اونا میشن حامی تورم، در حالی که اگه کل وزارتخونه ها با هم دیگه باشن، با هم دیگه میتونن این تبعیض رو رفع کنن. البته دولت هم از محل‌های مثل حزب یارانای پنهان و کلان، این سطوح مرفه و اشرافی جامعه، اخذ مالیات واقعی میتونه اون پول رو تهیه کنه که باعث ایجاد تورم نشه. ولی موضوع اینه که برنامه ریزی کردن و مصوب شدن نتیجهش باید یک قسمت اجرایی داشته باشه که در ایران قسمت اجرایی نداره، یعنی هیچ اجباری ندارن که اون کار رو انجام بدن. درخواستایی شده که فعالین صنفی دنبال کنن و در راستای مقررات و قوانین موجود باشن. اما خب باید دولت و مجلس اون مسیر رو درست سیاست گذاری کنن تا استقرار، عدالت و شفافیت در این نظام پرداخت کارمندان و مدیران به نحو شایسته محقق بشه. چون اگر نه که همون گونه که نظام هماهنگ پرداخت شده و لایحه خدمات کشوری هم نتونستن در این راستا نقش برجسته رو ایفا کنن، همچنان موفقیت برجسته در این راستا حاصل نمیشه و فقط باعث افزایش این تبعیض حقوقی میشه. افزایش حقوق کارمندان با درآمد بالاتر منجر به ایجاد طبقات مختلف و دست و پا زدن طبقه کم درآمد در مشکلات اقتصادی میشه. نگوید مثلا یک کسی با حقوق 15 میلیون تومانی دنبال گرفتن حقوق 20 میلیون تومانیه. خب اینجا فاصله طبقاتی زیادی با کارگران و کارمندانی به وجود میاد که حقوق 3 تا 5 میلیون تومان دارن و میخوان این 3 تا 5 میلیون تومان مثلا بشه 8 میلیون تومان. برای همین برای جلوگیری از ایجاد شکاف‌های طبقاتی و این گروه‌های مختلف، ساماندهی پرداخت‌ها و جلوگیری از افزایش حقوق بی‌قاعده باید در دستور کار مجلس باشه. ببینید این افزایش حقوق بی‌قاعده باید برای اون کسایی باشه که در زمره پردرآمدها هستند،
یعنی نیان هدف بگیرن فقط اون 3 تا 5 میلیون تومان یا 5 تا 6 میلیون تومان، نه، اول اون کسی که 15 تا 20 میلیون تومان هست، این اول مشخص بشه که این بابت چی دارین پول رو، این پرداخت‌های بی‌قاعده بابت چی بوده، و وقتی که اون مشخص بشه و این پولا دیگه اشتباهن، اشتباه که نیست که عمدن الان پرداخت میشه، ولی حالا عناوینش مختلفه، ماموریت و سایر اینا، اونا رو اگه حذف کنن دیگه نیاز به تامین بودجه خارج نیست، همونا حذف میشه، از همون پولها به قشر پایین‌تر پرداخت میشه، اینجوری اون تورم هم کنترل میشه. مثلا دولت 13 هم یه چالش جدی روبرو بود که افزایش حقوق پردرآمدها در چه زمانی؟ در روزهای پایانی دولت قبلی بوده. نه دقیقا تا قبل از این که این دولت قبل بخواد بره، یه افزایش حقوق وحشتناک برای پردرآمدها داشت. خب حالا دولت جدید چه برنامه‌ای براش داشت؟ هیچ. تونست متوقفش کنه؟ خیلی. تازه مجبور بود که چند ردیف بودجه تعریف کنه تا برای که بتونه پولها رو پرداخت کنه. اگر دولت برای افزایش حقوق کم درآمدها بودجه نداره، باید حقوق پردرآمدها رو افزایش نده. این یک چیز، یک قاعده بسیار ساده است. ببینید اون چیزی که پیش روی اقتصاد کشور ماست، هرج و مرج و نابرابری در پرداخت حقوق سازمان‌ها و کارمنداشه، و این موضوع روز به روز در ایجاد فاصله طبقاتی بین کم درآمدها و پر درآمدها داره نقش آفرینی می‌کنه. کارمندان ایران که دچار تبعیض حقوقی هستن فقط یه خواسته دارن. اونا میگن که ما در خصوص فوق‌العاده ویژه معتقدیم همه کارکنان دولت فارغ از هر تبعیضی مستحق هستند تا سقف فوق‌العاده ویژه شون، حالا از 35% تا 50% افزایش حقوق داشته باشن. همونطوری که برای برخی از وزارتخونه این کار مدت هاست که تصویب و اجرایی شده، این ارتقا دولت اینو تصویب کرده، اما از قرار معلوم چند بار با مخالفت شخص آقای نوبخت معاون رئیس جمهور وقت از دستور جلسه مجلس کلا خارجش کردن. و این به چه معنیه؟ این به معنی رد مصوبه نیست، بلکه معنیش اینه که جهتگیری عدالت‌گرایانه‌ای در این دولت، تو پرانتز این حکومت، وجود نداره. و اگه دل بستیم به این که این حکومت بخواد این تبعیض رو رفع کنه، از نظر شخصی من خیلی بیهوده است، چون هیچ وقتی حکومت نمیتونه، یعنی اصلا نمیتونه و نخواهد خواست که حقوق کسایی که افزایش پیدا کرده رو کم کنه و به قشر پایین تر پرداخت کنه. سپاسگزارم از همه شما همکاران گرامی. ممنون از شما جناب آقای افرازاده عزیزم. من فکر میکنم که همونطور که خود شما هم اشاره کردید، این طبق فرمایشات شما، من اینطور برداشت میکنم که در واقع این تیم‌های مافیایی که هستن اجازه نمیدن که حتی برخی مسئولین که بخوان به این وضع هرج و مرج سر و سامون بدن، این اتفاق بیفته و موجب این نابرابری تبعیض حقوقی بشه، علل خصوص با توجه به فرمایش شما که گفتین خواسته کارگرها در چه زمینه است برای رفع تبعیض حقوقشون، برای اینکه به خواستشون برسن. جناب آقای احمدی خواهی عزیز، مایک با شماست، میشنویم شما. وقت همگی مجددا به خیر باشه. ببینید این سخنرانی آقای افشارزاده من دقیق گوش دادم، مثلا به عنوان مثال همون قسمتی که میام میگن یه نفر با یه مدرکی به عنوان کارشناس میاد حقوق 6 میلیون دلاری میره، قاعدتا کسی که 20 سال سابقه داره به طور نرمال یکی دو تا بچه هم داره یه زندگی هم داره، پس 6 میلیون تومان دردی از زندگیش دوا نمیره. حالا ما میتونیم اینا رو بگیم سوء مدیریت یا به قول معروف زیاده خواهی سابقه، ولی به نظر من یک چیزی که جامونه تو این حرفا
اینی که اینها میخوان، نه که نادان باشن و به قول معروف سوء مدیریت تنها باشه. اینها میخوان مردم مشکل داشته باشن. چرا؟ چون یه سیستم دیکتاتوری قاعدتا مردم آگاه میشن که داره ازشون سوء استفاده میشه، و وقتی فقر باشه شما مجبوری با اینکه میدونی داره ازت سوء استفاده میشه بشی ابزار خود حکومت و همراه بشی. وقتی میاد یه رانت مثلا چند هزار میلیاردی در میاد، شما نیاز داری که اون کارشناسی که 6 میلیونه بازت امضا کنه، یا اون مسئول بانک، حالا مسئول سازمان جنس تقلبی تو امضا بکنه، مثلا اگه بوتون تقلبی امضا بکنه، اگه آهن تقلبی امضا بکنه. یعنی شما اول فقر رو ایجاد میکنی، بعد شروع میکنی از میوه فقر که فساد است به استفاده. به نظر من نه اینکه اینا مدیریت بلد نباشن فقط، یا ناآگاه باشن، یا نخوان، اینا اصلا بحثش همش یه طرف. یک سریشون به این نتیجه رسیدن که مردم باید فقیر باشن که میلیارد میلیارد دلار ببرن که بیان مثلا تر تصیب بکنن، مثلا خودرو رو بکنن چه میدونم قوره کشی. آقا کجای دنیا هم که چیزی داریم یه کالای مصرفی قوره کشی بشی، بعد همون کالا رو بیان بکنن بابسته به قیمت دلار، به قیمت دلار قیمت گذاری کنن، بعد به کارگرش حقوق ریالی بده. خب چرا کارگر بر ریالی بگیره؟ که بشه از مثلا کنترل کیفیتش تو استفاده کرد. طرف فقیره، یه رقم درشتی بهش میدی جذب میشه، جذب اون سیستم میشه، همیشه چشش رو میبینه، نه یک دفعه. این قضیه هم به نظرم خوبه که حالا آقای افشارزاده که بالاخره خبرنگار هستن روی این قضیه هم یه مدار بررسی کنن، یه بالاخره یه جنبندی کنن ببینن چه نتیجه میگیرن از این ایده. من متشکرم. ممنون از شما جناب احمدی‌خواه عزیز. حتما همونجور که خود شما اشاره کردید، دوباره بحث رابطه و ضابطه و عدم پرداختی‌های به موقع، ولی باز من فهم می‌کنم جناب احمدی‌خواه همونجور که خود شما هم گفتین، اینا خودشون میدونن که در واقع دارن چی کار میکنن، یعنی روی صرف ناآگاهی نیستش، دقیقاً خودشون اونطور دوست دارن که در واقع قشری رو بکشن به بردگی تا بتونن خودشون میلیاردها و تومن با همین تیمای مافیایی خودشون بالا بکشن. جناب آقای بازداران عزیز، مایک با شماست، بفرمایید. جناب آقای بازداران، مایکتون بسته. ببخشید من این مثل این که درست کار نمی کنه میکروفون. الان صدای من هست نه؟ یه نکته ای رو میخواستم اشاره بکنم. مثلا من با یکی از دوستایی که داخل ایران هست، یکی از بستگان نزدیک که صحبت میکردم، ایشون داخل اداره گاز مشغول فعالیت هستن، 17 سال این بند خدا رو به صورت پیمانی نگه داشتن و نمیذارن رسمی بشه. حالا هر سال هم بهش قول میدن، حساب کنید بند خدا 17 سال داره کار میکنه دیگه، چند سال دیگه هم اگه مشاغل سخت بهشون بخوره بازنشست میشن، با حقوقی که اختلاف داره نیروهای پیمانی با نیروهای رسمی، و اینا بهشون قول میدن که شما رسمی میشید حقوق شما میره بالا و این اختلاف درآمد جبران میشه. همین به این شکل نگه داشتن. حالا بهشون میگن برای این که به این رسمی شدن برسی باید یه سری چیزها رو رعایت بکنی. این بنده خدا الان با اینکه مخالف با این سیستم و با این رژیم و این چیزا، حتی جرئت نداره یه دونه استوری هم بذاره. خب یه استوری نظر اون طرف، این یه نمونهش، از اون طرف زندگیشو بر همون قوانین و اون موازین باید رعایت بکنه. این چیزا به این شکل هم طرف رو کنترل کردن که یه مخالفی از خودشون ساکت کرده باشن، هم از طرف دیگه حقوق کمتری دارن بهشون میدن و کار بیشتری هم ازشون میکشن. نیروهای پیمانی حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم توی این مورد خیلی بیشتر داخل اداره یعنی کاری که انجام میدن از لحاظ فیزیکی سخت‌تر هست نسبت به نیروهای رسمی، و این یه چیزی مثل میگن همون قانون چماق و هویج دیگه، یه هدفی رو دارن بهش نشون میدن، از این طرف هم دارن کنترلش میکنن، و این یه سیاست
زشتیه که در پیش گرفتن. اگه مقایسه بکنیم با آلمان، اینجا کسی که 2 سال داخل یه شرکتی به صورت مستقیم قرارداد داشته باشه، بعد از 2 سال باید قراردادش بدون محدودیت بشه و یه جورای نیروی رسمی محسوب میشه، ولی اونجا میگم که الان 17 ساله و به این شکله. مرسی که توجه کردیم، من مایک رو رها میکنم. ممنون جناب بازاران. بله، کارگران پیمانی که سالهاست با این موزل دست و پنجه نرم میکنن، ما همچنان اخبارش رو دریافت میکنیم در این رابطه. این دوست شما هم در واقع همین نفری که در رابطه باش صحبت کردن، 17 سال الان ما دوستانی رو داریم حال با سالهای کمتر که توی مترو منطقه 2 مشغول هستن، متاسفانه همچین موزلی رو دارن. از دیگر دوستان و شنوندگان عزیز، اگر کسی تمایل به مشارکت داره با اشاره دست. بله جناب آقای گلستانجوی عزیز، مایک با شماست، بفرمایید. ممنونم. درود بر همگی. درود، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب شفایی. خوشحالم که شما رو در جمعمون داریم. خدمت شما که هستید، گذشته قبل از اینکه آدم ما بخوام بحث تبعیض رو در نظر بگیریم، باید این رو در نظر داشته باشیم که نظامی که حالا در حال حاضر جمهوری اسلامی، نظامی که از پایه در واقع قوانین خودش رو اجرا نمی‌کنه، نمی‌گیم مثلا نقض می‌کنه، مثلا اجرا نمی‌کنه، عملاً راه رو برای هر گونه فسادی باز می‌کنه. این چیز خیلی سختی نیست برای درکش. وقتی که یه پیریزی عادلانه و صحیح و درست رو در بخش، حالا در تمام بخش، حالا می بخش اقتصادی که تو خود قانون اساسی عنوان شده از وظایف دولت هست، این براش در واقع نمیگیم امکان پذیر نیست، عملا نمیخواد انجامش بده. خب وقتی یه برنامه‌ریزی درستی نباشه، دست هر کسی برای هر گونه فسادی باز، حالا تو تمام زمینه‌ها، نه فقط حالا بگیم بخش کار و کارگر، در تمام زمینه‌ها. و تو قانون به فرض نیم توی قانون اساسی اومدن مشابهی با اعلامیه جهانی و بشر اعلام کردن که همه میتونن شغل مناسب داشته باشن، هر گونه شغلی رو که میخوان خودشون انتخاب بکنن، ولی به شرطی که مخالف با موازین اسلام نباشه. خب از این مخالف با موازین اسلام که بگذریم، کارگر یا حالا قراردادی رسمی، کارمند، هر چی، اونایی که میان توی بخش بخوان کار بکنن، اگر انگیزه من به این باشه که من توی بخشی دارم فعالیت بکنم، بهترین خودم رو اجرا بکنم، حالا کارگر ساده ام، پیمانی ام، هر چی که هستم، اگر قرار باشه من با این انگیزه بیام که من بهترین خودم رو ارائه بدم، مستلزم اینه که طرف مقابل من، کارفرما، حالا بخش دولتی یا خصوصی، اونم شایستگی من رو در نظر بگیره و بنا به همون شایستگی که دارم امکانات بهم بده. خب وقتی که این عمل به این ترتیب انجام نشه، ناخودآگاه میگن حالا بگیم شیطون منو گول میزنه، میگم حالا بجای که بهترین خودم انجام بدم، اصلا حالا بهترین خودم رو که انجام نمیدم، چی بیام مثلا کار خلاف رو هم انجام بدم. بعد کی ضررش میبینه؟ من در سطح پایین، سطح بالاترم وقتی امثال من زیاد بشن، بهتر سلسله وار تا بالا کار خراب بشه. عملا وقتی در واقع بگیم تبعیض رو باید در نظر بگیریم که پایه، در واقع کار از پایه صحیح باشه. اگر اینطوری باشه، حالا به فرض کارفرما اگه تبعیض قائل بشه، ما میتونیم مدعی بشیم که آها شما چرا این کارو کردید، ولی موضوع مهم اینه که اصلا از پایه سلسله وار از بالا کار خرابه، از بالا کار خراب ارائه میشه تا به پایین. خود من به عنوان مثال میگم، در سیستم بانکی کسایی که در بخشای پایین، حالا میگیم کارمندای جز، مثلا حالا به عنوان نمونه، مثلا برای دریافت اضافه کاری، وقتی میبینم به فرض مثلا میگم من رئیس شعبه، معاون شعبه، خدمتگزار شعبه، به فرض همه توی یه تایمی میاییم و میریم، بعد نگاه میکنم مثلا ساعت کاری برای رئیس شعبه 90 ساعت در ماه، برای کارگر، حالا ببخشید، برای مثلا خدمتگزار شعبه 45 ساعت.
یه مورد رو من میگم، من خودم اعتراض کردم، گفتم آقا داستان این اضافه کاری میشه، من بگم شما بر چه پایه‌ای دارین اضافه کاری میدید؟ رئیس شورا اگر از بالا به من گفتن که این شکلی بده کار، مثلا پیش خدمت 45 ساعت، کارمند معمولی 50 ساعت، یه خود ارشدتر 55 ساعت، خود روش نشد دیگه، خودم هم 90 ساعت. این به علت خرابی کار از در واقع خرابی سیستم از بالا به پایین، این باعث میشه که خود به خود چه در بخش عمومی و در بخش خصوصی ناخودآگاه تبعیض عادی بشه، اصلا دیگه به اسم تبعیض در واقع در نظر نگیریم، این یه سیستم بشه. در ممنونم مایکروفون. ممنون جناب گلستان جوی عزیز. بله دقیقا همونجور که شما اشاره میکنید، این سیستم از پایه خرابه، همونجور که بخشی از ابتدای این بحث آقای افشارزاده هم اشاره کرد، دهی هستن که بخوان این رفع مشکل بکنن، اما متاسفانه یا خودشون رو در واقع با پول میخرن یا یه جوری بازیشون میدن و یا اینکه حذفشون میکنن از صحنه، یعنی این خانه از پای بست ویران است به قول معروف گفتنی. از دیگر دوستان عزیز اگر کسی تمایل به مشارکت و صحبت در این زمینه داره میشنویمشون، در غیر این صورت میرسیم به بعد جناب آقای شفایی عزیز. جناب آقای شفایی عزیز مایک با شماست، بفرمایید میشنویم شما. خسته نباشید، من متاسفانه صحبت های افسرده رو گوش نکردم، ولی این تیکه‌ای که الان دارین تو بحث بعدیش دارین پرسش پاسخ صحبت میکنید، استنباط کردم بحث دستمزد، من سر دستمزد دارید میکنید، ولی چقدر خوب بود که بحث حقوقی که موضوعتون هم هست، حقوق دستمزد نباشه، حقوق حق و حقوقی که از کارگر داره گرفته میشه، یعنی اگر به اون بحث کشیده میشد خیلی بهتر بود، یا تیتر رو اگر آیا افشارزاده مثلا می نوشت تبعیض دستمزد، تبعیض در دستمزد، خیلی گویاتر بود تو بحثی که الان اتفاق افتاده، و خیلی خوب بود که راجع به حقوق اساسی کار در واقع صحبت می شد یه بخشی. حالا من فقط یادآوری کردم دفعه دیگه دوستان رو این قضیه دقت کنن، چون فرق حقوق با دستمزد دریای فاصله است، چون دستمزد یه پول جابجا میشه، اما حق یه چیز جابجا شدنی نیست، یه چیز امر ذاتی و شهروندیه که باید راجبش مفصل صحبت بشه. و مرسی، خواستم یادآوری کرده باشم. ممنون از شما جناب شفایی عزیز. بله در این رابطه هم یه صحبتایی شد در رابطه با تبعیض حقوقی بین کارگرها، اما خب بس کشیده شد به قضیه پولی و مالی که متاسفانه بین کارگران پیمانکاران و بقیه واحدهای صنفی که متاسفانه همچنان بعد از 2-3 سال ما ازشون خبر دریافت میکنیم. از بقیه دوستان و شنوندگان عزیز اگه کسی صحبتی در این زمینه داره میشنویمشون، در غیر این صورت میرسیم به بحث آزاد با موضوع حق رفاه و امنیت اجتماعی، عواقب زندگی کردن در سایه یک رژیم دستوری و دیکتاتوری. ما بارها در رابطه با حق رفاه و امنیت اجتماعی به گونه‌های مختلف در زمینه‌های مختلف صحبت کردیم. خبری که میتونه حائز اهمیت باشه در همین مورد، میتونیم به بحث مولدسازی هم اشاره بکنیم که در عواقب زندگی کردن در سایه یک رژیم دستوری و دیکتاتوری چگونه میتونه باشه، که عده‌ای بدون توجه به در واقع منع تعقیب قضایی و بقیه مواردی که برای چند تن افراد خاص در نظر گرفته میشه و کار به جایی میرسه که به مدارس کشیده میشه و خیرین و اخباری که شما دوستان در اطلاعش هستید. اما من فکر میکنم در این رابطه، در رابطه با عواقب زندگی کردن در سایه یک رژیم دستوری و دیکتاتوری، ما سالهاست که داریم تجربه میکنیم و به وضوح و بارها هم دیدیم که شخص
نخست مملکت آقای خامنه‌ای بارها تو زمین‌های مختلف اشاره کرده که بس ادامه ندید یا بس کشش ندین. اینا تماما میتونه از عواقب زندگی کردن توی یک رژیم دیکتاتوری باشه، من جمله عوض شدن مسئولین در طی یکی دو سال اخیر خیلی راحت بخوان حذف بکنن، اضافه بکنن. و در رابطه با رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی که من چیزی که به ذهنم میرسه، یعنی داغ‌ترین خبری که به ذهنم میرسه تر مولدسازی بوده، اما از بقیه دوستان خواهش میکنم که توی بحث آزادمون فعالیت حداکثری داشته باشین و دعوت میکنم از شما که به بحث ما در این خصوص بپردازیم. جناب آقای بازرگان عزیز میشنویم از شما. فکر میکنم داخل بحث این قضیه که داخل در سایه یک نظام دیکتاتوری بخوایم زندگی بکنیم و تصمیم گیرنده برای ما در کل کشور یک نفر باشه، این قضیه رو میتونیم بهش اشاره بکنیم که هر بار که افرادی که خودشون حتی مشخص کردن برای ریاست جمهوری و مردم برای اینکه نظر آقا به قول خودشون نباشه اومدن کسی دیگری رو انتخاب کردن، سال بعدی که دوباره رای گیری شد دیدیم که به چه صورت این افراد رو به اون شکلی که خودشون دوست داشتن آوردن جا دادن، مثل آقای رئیسی و آقای روحانی که در یه رقابت بودن، آقای خامنه‌ای نظرشون به رئیسی نزدیک‌تر بود و مردم اومدن نه رأی رو دادن به اصلاح طلبا، ولی اومد سری بعدی نظر خودش رو تحمیل کرد و آقای رئیسی رو در اون سطح قرار داد که دلش میخواست رئیس دولتشون کردن ایشون رو. و موارد دیگه مثل همین عفوی که الان جدیدن چیز کردن، خیلی دلشون رو خوش کردن به این قضیه که آقا عفو، آقا اصلا برای چی این بنده خدا رو گرفتین؟ کسی که اعتراض میکنه برای چی میگیرن؟ و شما چه چیزی داری که دستور میدی بگیرن و از اون طرف چند وقت بعدی سخنرانی میکنی میگی باید تنبیه بشن و از طرفی دیگه دلتون میخواد یه سری ها رو عفو میکنید؟ پس این سیستم قضایی که باید مستقل باشه اینجا چیکاره است که شما هر تصمیمی که دلتون میخواد در سطح جامعه میگیرید و 85 میلیون جمعیت ایران همه شدن بازیچه دست شما که شما هر تصمیمی دلتون میخواست بگیرید؟ ما دیگه در این قضیه از بحث نمیدونم سلطنت و شاه و این چیزا هم عبور کردیم، اصلا تبدیل به یه دیکتاتوری شده که داریم نزدیک میشیم به کره شمالی متاسفانه. مرسی، من مایک رو رها میکنم. ممنون جناب بازرگان عزیز. بله دقیقا هر جای کارو که میبینی یک در واقع رد پایی از دیکتاتوری و یک حکومت خودکامه رو ما داریم میبینیم، از من جمله همین مسئله که شما اشاره کردین، انتخابات ریاست جمهوری، نزدیک بودن نظر رئیسی به شخص مقام اول و همینجور که اصلا کلن هر جاش که نگاه میکنی متاسفانه این سایه انداخته روی این جامعه. در واقع از دستگیری ها هم که خودتون در جریان هستین، عفوی که اعلام میکنن شما هم اشاره کردین هیچ زمان نشون داده نمیشه. خب چه تعداد، چرا اصلا این ارقام و اعداد با هم نمیخونه؟ یا افراد اساسا چرا دستگیر شدن و بعد از اینکه دستگیر میشن چرا این سخنگو میاد اعلام میکنه میگه همه بخشیده شدن الا تروریست ها و اراذل و اوباش؟ آیا اونا همه تروریست بودن؟ آیا اراذل و اوباش بودن؟ این چجوریه این سیستم اصلا؟ خب این مسلماً مشخصه که از سمت چه نهادی داره دستور داده میشه که کیا رو آزاد بکنید. چرا از افراد سرشناس زندانی سیاسی قدیم کسی آزاد نمیشه؟ چرا همین افرادی که ما میشناسیمشون، من نام نمیبرم، افراد سرشناسی که الان سالهاست در زندان هستن آزاد نمیشن؟ تعلیق چرا به اونا نمیخوره؟ چرا افراد شامل حال اونا نمیشه؟ خب تو یه جایی میبینیم که افراد دستگیر میکنن که اصلا تا حالا سابقه دستگیری نداشتن با احکام بسیار سنگین اشد مجازات، بعد از اون طرف میبینیم که عده‌ای اراذل و اوباش. واقعا خب ما تو این بحثای تو این درگیری اخیر داریم میبینیم و بارها هم بوده که حکومت از اراذل و اوباش استفاده کرده.
مگه فیلماش و عکساش در نیامد، ولی من فکر می‌کنم که به لطف رسانه‌های اجتماعی که باعث میشه اینها دستشون رو بشه. وگرنه اگر ما همین قدر هم امروز اگر رسانه اجتماعی نبود نمیتونستیم در واقع به خیلی ها اطلاع بدیم که این چنین نیست. یعنی عفوی که اعلام میشه اون نفراتی که خودشون دلشون میخواد، مگه پسر آقای رفسنجانی نبود خودشو آزادش کردن، مگه پسر اون آقای نماینده نبود که عضو یکی از این سازمان‌های مجاهدین در اومده بود، 4 سال 3 سال بهش حرف زدن اونم آزادش کردن دیگه. جناب آقای احمدی خان مایک با شماست، بفرمایید. آقای احمدی خواه عزیز صدا داخل جلسه نیست. ببینید وقتی صحبت رفاه و امنیت اجتماعی میشه و در کنار صحبت دیکتاتور میاد، اصلا امکان پذیر نیست، اینا تجمیع اینا امکان پذیر نیست. چرا؟ چون که رفاه و اگه ما در نظر بگیم یه نوع عدالت توزیع مثلا امکانات کشور قرار بدیم و امنیت اجتماعی رو در این موردش رو در نظر بگیریم که خب مثلا من اگه مخالف باشم هم حق اظهار نظر داشته یا حق زندگی مشابهی با افراد دیگه‌ای که موافق و سیستم هم داشته، یه اصلا امکان پذیر نیست تو دیکتاتوری. یعنی من که اگه بیام مثلا بهاییم حقوق اجتماعی ندارم، پس قطعا امنیت اجتماعی هم ندارم. یا اگه من مثلا دیدگاه سیاسی مخالف دیکتاتور رو داشته باشم یا دیکتاتور رو قبول نداشته باشم، خب بس توزیع ثروت من در زمینه کسی که این ثروت توزیع میشه نمیگیرم، قرار نمیگیرم. یعنی اصلا کلن در تضاد، وقتی سیستم دیکتاتوری میشه اونی بهره میگیره از رفاه و حق امنیت اجتماعی که با سیستم همراه شد. ما میبینیم در انتخابات یا استخدام های رسمی عنوان که شما اعتقاد عملی یا حداقل گفتاری به جمهوری اسلامی رو داری باید یکی از شروطه. یعنی شما نمیتونی امنیت اجتماعی داشته باشی به واسطه مثلا کاندیدات شدن در شورای شهر اگر دیکتاتور رو قبول ندید. شما مثلا وام به تعلق نمیگیره یا نمیتونی یک جواز کسب کار بگیری. چرا؟ چون که سیستم رو قبول نداری و این اصلا تجمیع تضادیه. یه جوری نمیشه که هم شما دیکتاتوری داشته باشی و همینه که حق رفاه و امنیت اجتماعی رو بخوای واسه همه توضیح کنی، مثلا کلن متضاد با ذات دیکتاتوری. یعنی ما میخوایم برسیم اول اصلا باید یه سیستمی داشته چون دیکتاتوری نباشه و حرف واحده ای نباشه، یعنی حرف همه شنیده بشه، حق همه داده بشه و حق همه از خودمون هم بدیم. یعنی من اگه حقی به گردنمه به خاطر اینکه به سیستم وصلم نیام به قول معروف مصادره کنم حق دیگر. متشکرم. ممنونم جناب احمدی خواهی عزیز. بله دقیقا همینطور که خود شما هم اشاره کردید، در واقع همین مسئله که خود شما هم اشاره کردید حائز اهمیت هستش که بسیاری از موارد من اینجا کنار در این گوشه تصویر دارم سرچ میکنم، هرچی که نگاه میکنم در این رابطه بخوام موضوع جدیدی رو اضافه بکنیم به این مبحث، میبینم که هر جایی که نگاه میکنم بالاخره یه مقام مسئولی از این سیستمی که شما الان اشاره کردید، این که باید سیستم یک پارچه رو قبول داشته باشین، مثلا توی حق اقلیت‌های مذهبی یا دیگر سایر ادیان یا بقیه تفکرها، این یه چیزی هم بودش که آقای احمدی خواه از همون اول قبل از اینکه در واقع این حکومت اسلامی بیاد سر کار باهاش مخالف بودن. اگر اشتباه نکنم توی یک تاریخی در اون دوران که دوران پهلوی اگر یک انقلابی بودش، آقای احمد فاگ من اشتباه میکنم شما منو اصلاح بکن چون فهم کنم در این رابطه اطلاع دارین، انقلاب سفیدی که اون موقع اتفاق افتاد یکی از مخالفین سرسختش آقای خمینی بود که توی همین بحث اقلیت‌های مذهبی بود اشاره شده بود که اینها حق دارن بیان آزادانه و بخوان صحبت بکنن شرکت بکنن، ولی خب ما امروز داریم بهایی ها رو میبینیم، حتی نمایندگان زرتشتی ها هم ما یک سال و نیم دو سال پیش داشتیم که به مشکل برخوردن و فکر میکنم اونا حذف شدن یا جابجا شدن توی شهری یزد. جناب آقای گلستانجوی عزیز مایک با شماست، بفرمایید. درود بر شما. ممنونم.
خدمت شما کرده یه مسئله رو بخواستم اضافه کنم. وقتی سوال از حق رفاه و امنیت اجتماعی میشه و وقت میخواییم ربطش بدیم به یک رژیم دیکتاتوری دستوری، عملا شاهد این میشیم که وقتی حکومت دیکتاتوری باشه اولین چیزی رو که در این نوع حکومت شاهد هستیم این که مردم اصلا آگاه به اون حقوق نمیشن. یعنی الان به فرض بگیم در همین حکومت جمهوری اسلامی عملا مردم چنان مشغولن، یعنی چنان گرفتار زندگین که اصلا به چیزی به عنوان حقوق فکر نمی‌کنن، مگر اینکه در یک شرایط خاصی گیر بیفتن، بعد اونم مجبورشن برن حالا مثلا از یه حقوقدان بپرسن که آیا اصلا این حقو داشتن یا نداشتن، این حق بهشون میرسه یا نمیرسه. گذشته از اینکه حالا دارای اون حق میتونن باشن و در دادگاه‌ها به اون حق نمیرسن، اون هیچی. ولی حق رفاه و تأمین اجتماعی یکی از حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده، در قانون اساسی هم در بخش‌های مختلفش اشاره شده، ولی اجرای شدنش در چنین حکومتی اصلا گذشته از این که حالا اجرای نمیشه، مهمتر از اونی که اعلام نمیشه. یعنی به فرض دولت ایران، حالا چه زمان شاهنشاهی چه زمان الان، یکی از وظایفشون این بوده که مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر برای به همه عموم ارائه بدن تا مردم از این حقوق آگاه بشن که این حقوق، این حق رو ما داریم. این که ابتدایی ترین حق بوده که باید ارائه می‌شد رو ندادن. وقتی که حکومتی در این حد اطلاع رسانی رو نمی‌کنه، پس عملاً دیگه تکلیف مردم مشخصه که چجوری میتونن زندگی کنن در یه همچین حکومتی. عملاً وقتی من در حد حقوقی، نه بگم در حد ابتدایی، در حد ابتدایی مثلا حالا من میام من باید تحصیلات، مثلا فرزندم باید تحصیلات داشته باشه، ولی تحصیلات رایگان و در چه حد، چه جوری، چه امکاناتی باید بچه من داده بشه که بتونه یه تحصیلات نرمال به بالا رو داشته باشه رو اونو من نمیدونم، پس نمیتونم مطالبهشم بکنم. چون آدم وقتی مطالبه چیزی رو میکنه که ازش آگاهی داشته باشه، وقتی من حد و حدود اون حقوقم رو ندونم، اولا مطالبهش هم امکان پذیر برام نیست. پس این به نظر من اساسی ترین نکته ای که میشه بگویم جزء عواقب زندگی در سایه یعنی حکومتی اینه که اطلاع رسانی نباشه و من آگاه از حقوقم نباشم. وقتی اینطوری باشه هر امکانی، در واقع بگم هر نقض حقوقی امکان پذیره و عملا زندگی همینطوریه که در کشور ما در ایران هست. ممنونم. من مایکل. ممنون جناب گلستان جون. من فکر میکنم که در راستای صحبت‌های شما اصلا این حکومت با دانستن مخالفه. اینه که ما بدونیم، ما بفهمیم، ما متوجه باشیم. بارها سر کلاس‌های دانشگاهی خب اشاره شده که آقا شما غیر از اینکه دارین منابع کتابی رو معرفی می‌کنین که ما می‌دانیم که سانسور هست، خود شما استاد چی دارید؟ حالا اون استاد بنده خدا یا می‌ترسه یا جزوه‌ای ارائه نمیده. اینی که بسیاری از دانشجوها هم خب نمی‌دونن واقعاً، این اسفناکه. حالا توی رشته‌های مختلف، توی رشته‌های ما هم همین جوری بود، توی رشته اکثر مواقع هم در واقع در رابطه با همه رشته‌ها همین هستش. یه مسئله دیگه هم که آقای گلستان جو، دیگه وقتی یه حکومت عاجز میشه اینترنت رو قطع میکنه، دیگه ابتدایی ترین چیز دیگه، آقای گلستان جو من الان چیزی رو ندونم، نتونم زبونشم بخونم، اصلا یه شیء رو شما بذار جلوی من که هیچی نداشته باشم اصلا بفهمم این چیه، اولین کاری که میکنم اینه که خب از موتور جستجوگر استفاده میکنم، یه عکس میگیرم. شما بگو اینو از من بگیری داری مخالفت میکنی با دونستن من. اینه که خب بسیاری از افراد هم نمیدونن، مثل همون داستان سیستم سازمان زندان‌ها که من اشاره کردم، بسیاری از افراد نمیدونن. این چرخ زندانی سیاسی آقای ابراهیم داشت میگفتش که وکیل من اشاره میکرد میگه آقا اینا حق‌های توئه که داخل سلول باید این تخت رو داشته باشی، این پتو، اینو یه سری اقلامو داشته باشی برای ادامه اون زمانی که داخل حبس هستی، برو اعتراض کن و بگو. و خب این با پیگیری تونسته بود این اقلامو دریافت کنه. بعد دیگه ترسیده بودن ظاهرا که بقیه هم از این حق باخبر بشن و برگردن بگن که خب ما هم میخوایم، آقا چرا ما بعد الان کفخواب باشیم توی زندان. بنابراین دیگه بند اینو جدا کرده بودن. این یک واقعیتیه که بسیاری از افراد نمیدونن یا به صورت سیستماتیک اصلا حذف میکنن که شما ندونید.
این فاجعه است به شما اشاره کردین واقعا صحیح بود. جناب آقای احمدی خان میشنویم شما. ببینید آقای شیرمحمدی، خب بالاخره شما تحصیل کرده حقوقی و حتما تجربات بیشتر، ولی من خودم تجربیاتی که خودم به مندرت، چون که خدا رو شکر اصلا مسئله حقوقی سعی کردم حقم بگذارم، که سیستم حقوقی ایران خیلی فاسده، شما از حقت بگذاری بازت عرض میترم، چون که یک دو بار رفتم دنبال حق حقوقم، دیدم مثلا اگه ایکس واحد بازه مشکل دارم با آقای ایگرگ، مثلا 5x ضرر کردم، هزینه کردم، آخرم به حقم نرسیدم. گفتم خب اگه بدم بره با این که آدم باید دنبال حقش بره، حداقل سردردشو نداری، هزینه‌ت هم کمتر. ولی خب با دوستانی که داشتم پیگیر بودن، خیلی باها صریحاً در قانون نوشته شده بوده که مثلا آقا به قول شما باید تختو بدیم، طرف رفته شکایت کرده، تازه بازداشتش هم کردن، 1000 تا دستنه هم بستن، آخرم قاضی گفته همینی که من میگم تو کتاب هرچی نوشته قانون منم. یعنی سیستم از بس دیکتاتوریه که قاضی در روز روشن قانون رسمی کشور میگه قانون منم، یعنی توهین هم میکنه به خود کتاب قانون هم توهین میکنه، یعنی از بس این ریشه دونه دیکتاتوری از رأس حکومت و اومده پایین، طرف خودشو فراتر از همه چی میدونه، حتی قاضی که ملزم به حکم دادن بر مبنای قانونه. من یکی از دوستانم تصادف کرد و رفت مثلا هزینه های درمانش رو بگیری، گفتن نه حق کی گفته، من میگم نیست، رفت و وکیل چرچگو گفت این که من میگم. یعنی مثلا شما حساب کن توی یک تصادف ساده که یه نفر مجروح شده، برای دیش میگه من میگم، حالا شما یه مسئله ای باشه، مثلا به قول شما امنیت اجتماعی، مثلا میگم خب من فعالیت سیاسی کردم، میخوام از حقوق خودم برخورد، اون دیگه چرا قضیه خنده دار میشه، یه جراحت ساده رو اینجوری برخورد میکنه. یا مثلا من بیام بگم آقا چرا فلان کسک این امکانات رفاهی رو داره، منی که مثلا تابعیت ایران دارم من چرا ندارم، اون ده تا چیز دیگه سیاسی هم میمونن. یعنی میگم منظور من صحبت من اینه که فقط دیکتاتور ما یه نفر نیست، دیکتاتورها خیلی زیاد شدن و ابزارم دارم ان و راحت میکنن زندان و چیز. یعنی خیلی موقعا شما میبینی واقعا برای حفظ امنیت خود بس حقت بگذری و این خیلی بده. خود منم خب پس خیلی حقوقم گذاشتم، بقول من شما مثلا تئوری وقتی من تو اروپا میتونم بگم خدا بره مبارزه کنه از حق دنبال حقش بره، ولی در عمل شما رو از زندگی میندازم، مثلا یه چیز کوچیکی باز خودم شد، یه تصادف ساده در وسط تهران در شهرک غرب ما کردی، طرف آشنای کلام تایی در بود، اون کلا مقصر بود، نزدیک بود ما رو زندانی کنن، حتی یعنی در حد زندانی شدن رفتی، به راحتی هم بذار پرونده سازی میکنه، فقط به خاطر اینکه مثلا یه دفعه میبینی طرف یه قومیت پلیسی یه قومیت همون قومیت داره، طرف یه محل میشینه اونم یه محل، یعنی از بس فساد رفته بالا، ما بحث این که بیایم بگیم حق امنیت اجتماعی خیلی خیلی فراتر از این حقوق اولیه است و این به قول معروف در این سیستم نمیشه، یه تصحیح کامل بشه، حتی به قاضی ها و نیروی انتظامی هم برسه. متشکرم. ممنون جناب احمدی خان عزیز. بله اینم واقعا درست میگی شما، خیلی هم موارد آدم میره دنبال حقش برعکس متهم میشه. خب این همون نظام و سیستم فاسدیه که به صورت هرم توی دادگاه هست و بسیار از وکیل وکلا با قاضیا پشت میز میبندن، این یک واقعیتی هست. اصلا آقای احمدی خان ما داریم در رابطه با یه چیزی صحبت میکنیم که اصلا این حکومت حق حیات رو نمیپذیره. یه زمان هست مثلا شما منو نقد میکنین، دو نفری میشینیم با هم صحبت میکنیم، اصلا کشششو نداره، انگار یه جای دیگه زندگی میکنن یه سری از افراد. یکی از همین مراجع آخوندی بود داشت صحبت میکرد در رابطه با همین زندانی ها و سازمان زندان ها، میگفت چرا نقد میکنید، این زندانی اتفاقا باید دعا بکنه که ما زودتر اعدامش بکنیم یا اینکه حذف بشه، چرا که بر روی دست دولت داره هزینه میتراشه، هزینهش چیه؟ شما برید بخونید. خب ما افراد سرشناس مثل خانم نرگس محمدی، مثل افراد سهیل عربی ها، مثل همین آقای ابراهیم الله بخشی، مثل اینا کم نداشتیم که رفتن دیدن، لمس کردن، اومدن نوشتن. بعد خب آقا یه نفر یه چیز نکته انحرافی میگه، دو نفر وقتی همه دارن یه سیستمی رو میگن، مثلا زندان یزد، مثلا سازمان توی این زندان یزد زندان زنان
در واقع چه هزینه ای برای دولت داره که یه وعده سیب زمینی و یه وعده برنج، یه برنج هندی که اصلا ترکیده؟ این چی از مرگ بدتره که یا توی سلولی شما رو بکنن که 300 400 نفر این یه دونه توالت فرنگی نیست؟ خانم فرنگیز مظلوم مگه نبود زانوش عمل کرده بود؟ توالت فرنگی نیست اونجا، یه سه تا دونه دوش، این چه هزینه ای میذاره؟ اساسا ما باید میگم یه سری مسئولین افراد دولت، این آخوندها، این افراد مسئول اصلا انگار یه جای دیگه زندگی میکنن. آقای احمدی خواه اصلا نمیشه باشون حرف زد، اصلا طرف حق حیات رو نمیدونه چیه. بعد شما حساب کن ما بخواییم بیایم با یه همچین رژیم دیکتاتوری بشیم در رابطه مثلا با حق رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و اینها صحبت بکنیم؟ اساسا نمیشه. مسئله دیگه ای که از حق امنیت اجتماعی، الان شاید این اخبارم خودتون شنیده باشید دیگه، کار به جایی رسیده که دیگه مردم دیگه گوشت میدوزدن متاسفانه، صف میشه، فیلماش هست، اخبار هست، شما برید مشاهده بکنید که این اتفاق میفته. این زمانی که من آقای احمدی خواه ایران بودم فکر کنم سال 93 94 بود، این تازه داشت اتفاق میافتاد که افرادی که تاکسی داشتن، حالا منظورم به تاکسی دارا نیست، افرادی که حالا میومدن یه ماشینی میگرفتن میخوان وسیله هاشون رو پشت ماشین بار بذارن که سوار بشن، طرف میگازید میرفت. الان دیگه انقدر بحرانی شده که اصلا یه طنز تلخی هم در رابطه باهاش درست شده که میگن شما اگر این گوش رو از مغازه یاتون قصاب دار بدوزی، شما در واقع دلار تو خونت داری به جای گوش، میتونی اسم اونو دلار بذاری، انقدر مثلا ارزشمند شده. ببین شما مثلا بیا در رابطه با حق امنیت اجتماعی و اینا با اینا بخوای صحبت بکنی که اصلا امکان ناپذیر، یک فاجعه است، فاجعه تمام عیار داره اتفاق میفته متاسفانه. علم که خب دیگه شب عید، نزدیک شب عید هست و دیگه به جای اینکه کار کاسبی ها رونق پیدا بکنه، بدتر همه چی داره برعکسش میره. البته آقای احمدی خان نصفش هم ما خودمون مردم دیگه، ما خودمون هم متاسفانه تو خیلی از مسائل به هم دیگه رحم نداریم. این رو هم گوشه ذهن داشته باشی آقای احمدی خان. مایک با شماست، بفهمید. ببین آقای شیر محمدی، اینی که اون آخوند مثلا میگه این باید بمیره، از دید این نظر نکه بگید توجیه پذیره، دلیلش رو بگم. دلیلش هزاران میلیارد تومان پول مفتی که داره میگه، حالا اون یا سیستمش میگه. خب هر یک مخالفی که کمتر شه حاشی امنیت اینا به ظاهر حداقل در کوتاه مدت حفظ میشه. یعنی هرچی جوونها و اونهایی که پتانسیل تغییر دارن، حالا جون و پرشو دارن، میتونن یا قدرت قلمی دارن، قدرت لفظی دارن، هرچی تو ایران نباشن بهتر. ببینید شما وقتی میای خارج از ایران، اوایل شروع شغل داری فعالیت میکنی، بعد میری پی زندگی، پس یه مخالف هست شده، ببینید که گوله شلیک شد. یعنی اگه مثلا آقای گلستانجور که میره به مدیرش میگه آقا چرا اینجوریه، این دردسر برای بخور بخوره. خب مثلا آقای گلستانجور بدونی که بکشیش و یه کاری کردی خستش فرار کنه، متوجه ای؟ شما که میری تو دانشگاه پرسشگری میکنی، خب خیلی چیزها رو باید جوابتونو بدن، وقتی جواب بدن خیلی راستا میاد وسط، یا خیلی توضیح ها باید داده شه که نباید باشه، پس بهتر شما نباشه. شما میری 5 سال نهایتا خیلی دیز باشه، میانگین رو میگیریم، حالا تک و تک شاید واقعا تا آخر عمرشون این انرژی رو بذارن، هزینه کنن، وقت بذارن، مثلا آزادی تو ایران بده. هست میشن و این فشارها بعضی موقع خیلی خیلی عمدیه که فرار کنن. من فکر کنم کم کم اگه آخوندا بتونن واسه مردم مثلا یکی 10,000 20,000 یورو پول میذارن که میگن آقا بیا این 10,000 20,000 یورو یه پول فراره، یه ویزات درست کنیم. این شوخی نیست، آگهی های پناهندگی تو ایران داره پخش میشه، یعنی بیاین مدت مدارک درست میکنیم پاشی برید. مگه میشه سیستم امنیتی و پلیس ایران نظارت نکنه؟ من میدونم اون نمیدونه. خب یعنی چی؟ یعنی که ما رو چشامون رو میبندیم شما برین فقط. حالا من رو مثل این پدره میبونه که نمیخواد مسئولیت فرزندش رو قبول کنه، حالا اگه شب یا رفت موند صبح هم باشد اومد با یه چمدون لباس، نگه این چمدون لباسی چی دیچه کجا بودی؟ خب این هم اینجوری داستانشون اینه. این که اونی که میگه حالا اون درست پررویی و بیوجدانیشونه میگه، ولی خطر هزاران میلیارد پول مفته که آخه الان مثلا شما حساب کن اینایی که تو این شرکت ها هیچ سوادی ندارن مدیره کلن، خب یه حکومت عباسی باید چی کار شد؟ تایی تشبه برن تو همون سازمان رو تایی بزن، این آخوندی که تو عمرش کار نکرده باید چی کار کنه؟
والا اینا تو کشاورزی هم نمیتونن برن جای اون گاوه برن شخم بدن. چی کار میخوام بکنم؟ چه تخصصی دارم؟ من برم دو تا کتاب حفظ بکنم، پنج کتاب حفظ کردن که مهم نیست. من مثلا شما موقع دانشجو بودی، اگه بگم دانشجو خوبی بودی، او دوره زمانی که شما دانشجو بودی شاید میتونستی راحت بسی یا آخوند علم خودت وضع بکنی، یعنی اینقدر کتاب رو خوندی هی تکرار بکنی، یعنی چش بستم درباره یه موضوع میتونستی ساعت‌ها صحبت کنی. اینا رفتم 5 تا کتابی که مال 1400 سال پیش خوندن حفظ کردن، حالا میان هی تکرار میکنن. خاطر خیلی پول مفتیه، یه دنیا پوله و از این نظر دلیلشه. متشکرم. ممنون جناب احمدی خان، دقیقاً درست میفرمایید. جناب آقای گلستانجوی عزیز، مایک با شماست. عزیزم مطلب یه را اومد که پیرو صحبت های جناب امریکا که این گونه افراد انقدر وقیح میشن که به خودشون اجازه رو میدن که به راحتی حتی در خیابون تو این مدت نه قبل از همین انقلاب جدیدمون، قبل از این هم این اتفاق میفتاد که عملا دیگه اون افراد عادی، البته خب از نظر خانوادگی شاید وابسته، حالا وابسته یا بگیم معتقدای خوش مذهبی که حالا استشون بریم، عملا به شما حالا صحبت حجاب دو، شما اگه میخواییم این تیپی باشین برین همون خارج که راحت مثلا حجاب نداشته باشین. یعنی اینقدر سطح فکری پایینه که و وقاحت زیاده که عملا در حد حجاب، نه صحبت از حقوق، اصلا اون حقوقای که شما شرکتی که اونا که بمانند، حقوق پوشش که دیگه حق ساده است، طرف بخواهش این اجازه میگه اگه میخوای اینجوری نباشی، ما تو کشورمون، یعنی اینجا کشور اونه، مال ما نیست، ما تو کشورمون قانون اینه که باید پوشش اسلامی داشته، تا اگه نمیخوای برو خارج اجازه بده. چی به تو میگه که اصلا کشورتون، تو کجا بودی اصلا اون که اصلا بابای من بوده تو اصلا وجود نداشتی، که حالا کشور مال شما شده، اگه من میخوام از حق خودم اینجوری استفاده کنم این حق رو به من تو نمیدی، من برم خارج از ایران. این یادم افتاد بر از صحبتی که آقای احمد خان رو گرفت، در واقع اصلا آمپرم چستی دیاد این جمعه افتادم بودم من این هم افتاد مایک رو ازاد میکنم. ممنون جناب گلستان جو. بله اینم توی برنامه زنده تلویزیونی بود که خانومی بود اومد این حرف رو زد و چقدرم جنجال به پا کرد، ولی خب گهگاهی میان این حرفا میزنن دیگه، هر کی نمیخواد پاشه بره و هر کی ناراحته، این همینیه که هست. خیلی جالب الان مردم عادی متاسفانه حالا میشه گفت یه جورایی شیششون گروه نوهشون همه، من نمیدونم که چطوره که این آخونده هیچ موقع متاسفانه شیششون گره نوعشون نیست. آیا با پول اون حوزه علمیه چقدر این هم مگه حقوق میگیرن که اینقدر راحت؟ باور کن آقای گلستان جو، من خندم میگیره. خب منم دوستانی داخل ایران دارن اسنپ کار میکنن، دانشگاه میرن، دو سه تا کار دیگر همزمان انجام میدن، نمیتونن هندل بکنن زندگی شخصی خودشونه، بعد اون وقت اینها چجوری با دو سه تا بچه و همینجوری هیچ موقع عدد ارقام موجهی هم نیست که چقدر بالاخره آقا این بودجه چقدره، اینا چه تحصیلاتی رو میگیرن، چه چیزی رو میگیرن. به قول آقای احمدی خان 5 تا کتاب دیگه در واقع همون فقه اسلامی، اجازه بدید من اصلا دقیق به شما بگم، 3 تا یا 4 تا اصول فقه بود با 3 تا متون حقوقی بود داخل رشته حقوق، داخل حقوق اسلامی اینا میشد 8 تا. بعد شما هم خواستی بری امتحان قوه قضاییه بدی، این کتابا رو برمی‌داشتن، ا و ش رو برمی‌داشتن، شما باید ار رو می‌خوندی، یعنی از حفظ از حفظ هم نه، ولی باید بدون ا و می‌خوندی. یکی از اصلا قبول شدن اون در واقع قضات همین بود که این کتابا رو بتونن بدون این در واقع ا و اینا بخون ار روش بخونن. جالبه، خیلی جالبه که اینا چجوری این بودجه ها رو میارن، این پولا رو میارن، بعد هیچ موقع هم اعتراض نمیکنن. اصلا یکی از صحبت هایی که هست میگن خب شما این جامعه شما همیشه مگه نمیگفتین پشت مردم، اصلا اعتراض هم نمیکنن. خیلی جالبه. آقای بازاران مایک با شماست، میشنویم شما. مرسی. من خیلی کوتاه در همین مورد می‌خواستم یه تجربه رو خدمتتون بگم که همین
اوائل این انقلابی که الان در حال انجام هست، اوائلش من صحبت میکردم با یکی از بستگان که متاسفانه ارزشی هستن و طرفدار نظام هستن، یه بحثی میکردن راجع به همه قضیه گاز و اینا. بعد من واکنششون دادم به استوری و صحبتی که ایشون کردن، یه حرفای زشتی زده بودن و که گاز اروپا قرار بود قطع بشه و همه اروپایی قرار بود مثلا توی یه سرمایی برن و نمیدونم وضعیت خراب شد و اینا، اونا اشاره کرده بودن. بعد که من اظهار نظر کردم گفت من اصلا شما رو ایرانی نمیدونم که تو بخوای اصلا به عنوان یه ایرانی در اون مورد صحبت بکنی. شما من گفتم که چرا الان مثلا چه اتفاقی افتاده که شما من رو ایرانی نمیدونی؟ گفت من هر کاری هم بکنم داخل کشور خودم میکنم. میدونم از یه تفکراتی نمیدونم این دوستان دارن که یه خوره خطرناکه، یعنی دیگه از اون بحث این گذشته که مثلا شما بگه آقا کاری به کارش نداشته باشیم و نمیدونم بره به زندگی خودش برسه و من مسیر خودم رو میرم، این خطرناکه. و همین افراد هم که الان باعث ناامنی برای دختران ما داخل مدارس شدن به خاطر همین تفکرات ارزشیشونه که فکر میکنن اونها فقط دارن درست میگن و ور میدارن داخل نمیدونم مدارس گازهای سمی رو نشون میدن. و چطوره که دولت میتونه یک نفری که یه استوری کوچیک گذاشته و یه اعتراضی کرده رو سریعا پیدا بکنه، اما این افرادی که الان توی یک روز مثلا داخل چند تا مدرسه همزمان داره گاز پخش میکنه رو پیدا نمیکنه؟ یه نفر میاره داخل تلویزیون میگه آقا من تانکرم رو بغل مدرسه پارک کرده بودم، در تانکر مونده باز، نمیدونم گاز وارد مدرسه شد. اصلا یه حرفایی میزنن که آدم شک میکنه. اینا اصلا این تئوری توطئه ای هم که میخواین درست بکنید، آقا لااقل یه دو تا کارشناس بیارید یه حرف درست حسابی بزنه که قابل باور باشه حتی برای خودتون. یعنی قضیه از این چیزا گذشته که این تفکرات واقعا خطر داره برای همه. باید هر چقدر که میتونیم سعی بکنیم که اینها یا زودتر باهاش مقابله بشه و تخلیه بشه این سیستم از داخل مملکتمون، یا اینکه حتی امکان خودمون رو ازشون دور نگه داریم و هر چقدر میتونیم برای خانوادهمون امنیت رو برقرار بکنیم. مرسی، من مایک رو رها میکنم. ممنون جناب بازار. بله دقیقا، ما قبل از این همین پروژه در واقع قطره خیابانی رو داشتیم که دو مورد هم فیلم در رابطه باهاش ساخته شد، همین عنکبوت و عنکبوت مارس، از همون قطره بود که اصلا هیچ موقع پیگیری نشد بخواد در رابطه باهاش آگاهی سازی بشه، بخواد این افراد خشک مغز رو وردارن باهاشون صحبت بکنن که این ادامه دار نشه. بعد از اون مدل های مختلف رو داشتیم، خب ما اسید پاشی رو مگه نداشتیم؟ الان دوباره رسیده کار به مدارس دختران، امروز که مدرسه پسران هم بود. بعد جالبه که نارما میخوندیم دیدیم که بعضی از این مدارس دوربین دارن، دوربین مدار بسته دارن. این فیلماش خب کجاست؟ اصلا مگه میشه اینا فیلم گرفته باشن نباشن؟ بعد همزمان یهو دیروز یا پریروز بود خبرگزاری معتبر مثلا توانا زده بود که اینا میومدن فیلم پرن داخل مدرسه پخش میکردن که من خبرشو خوندم، خیلی کوتاه اینجوری بود که انگار چند نفر لباس شخصی وارد میشن این دخترها رو جمع میکنن توی حالا اون سالون یا توی اون نمازخونه، و به اینا نه اینکه فیلم پورنو به صورت مشخصا نشون بدن، مثلا نشون میدن یه سری تصاویر وحشتناک که از این در واقع از دختری نشون میدن که حالا یا به قتل رسیدن یا به اصطلاح به صورت فجیع به قتل رسیدن. بعد برمیدارن مغز این دختر رو اینجوری میشورن که بله اینا با این معاندینی که اختشاشگر بودن دست به یکی بودن، بعد اینا پروژه هاشون تموم شده اینا رو اینجوری به کشتن دادن. میدونی یه همچین اخباری میاد بیرون. بعد الان چند تا والدین نوشته بود که پیگیر این مسئله هستن که این دیگه چه موزلی هستش که چند نفر لباس شخصی بیان داخل یه مدرسه بخوان این کلیپا نشون بدن به دخترها. ولی خب متاسفانه یه تو پرانتز بگم این یک نوع بدبختی هم هستش از نظر شخصی بگم که این خبرگزاریه ما واقعا باعث تأسفه که نمیدونیم کدوم ها رو باور بکنیم کدوم ها رو باور نکنیم. یه چیز مستقلی وجود نداره که خیلی از اینا هم خب میخونی میبینی که یه جای دیگه است، اصلا یه جای دیگه خط میگیرن. ولی خب این اخبار هست واقعا،
همین مسئله ای هم که شما فرمودین هم جزو همین مسئله است. همین آقای همین آخوند فاضل میبودی، فاضل میبودی اومده بود صحبت کرده بود در رابطه باش که با یک روز به فاصله یه روز اومد حرفش رو عوض کرد که ظاهرا گفته بود برای فرقه شیعه هزاره ها هستن، بعد انگار داشت ربطش میداد به گروه های افغانستان، بعد اومد خبر رو حذف کرد. اصلا فاجعه. جناب احمدی خواه مایک با شماست. ببخشید میکنم زودتر از شما. جناب آقای شایگان دستشون بالا بودن. جناب شایگان میشنویم شما رو. بود عرض ادب. البته آقای احمدی خواهم اگه صحبت میکردم مشکل نبود. خیلی ممنون آقای شفیع محمدی و دیگر دوستان. خسته نباشین. تو لابلای صحبت‌های شما من همه رو شنیدم و استفاده کردم از همشون و با تقریبا با همشون من موافقم. یعنی اصل مطلب رو ادا کردین دیگه همتون. یک موضوع هم می‌خواستم بگم که اینکه اصلا حق امنیت اجتماعی خب مشخصا یک دولت باید اون امنیت رو توی جامعه برقرار کنه، اما موضوع اینه که دولت جمهوری اسلامی آیا اصلا چیزی به اسم جامعه ایرانی رو میپذیرد یا نه که بخواد براش امنیتی برقرار کنی یا نه. دقیقا مثل اون زمانی که تو دوره جنگ جهانی نازی‌ها برای یهودی‌ها عمل می‌کردن، یعنی اصلا اونا جزء شهروند محسوب نمی‌کردن که بخوان براشون حقی هم قائل بشن یا حالا هر حقی باشه. جمهوری اسلامی هم با شهروندی یعنی همین رفتار رو داره میکنه، یعنی اصلا شهروند محسوبشون نمیکنه که بخواد حقی براشون قائل بشه که حالا این امنیت اجتماعی باشه یا هر نوع حق دیگه. بنابراین تا زمانی که متاسفانه این سایه شوم جمهوری اسلامی تو کشور ما هست و منطقه خاورمیانه هست، این موضوع هستش که عدم ثبات و عدم امنیت و عدم رفاه و عدم همه چی در واقع جمهوری اسلامی مسببش. ممنونم که وقت در اختیار من گذاشتید. ممنون جناب شایگان عزیز. بله بحث هم اینه که اصلا این داستان این که اصلا اینا قبول دارن این که ما ایرانی هستیم، این مسئله ملیت رو اصلا قبول دارن یا نه، اینم بر جای خودش های زحمت هستش که در رابطه باش بحث بشه. آقای احمدی خواهی عزیز میشنویم از شما. من هرچه یه برای طولانی شد بخواهم پیش و پیش از همه معذرت بخواهم دوستان خسته شدن میخواهم برن، ولی یه نکته ای که هستم بحث تابعیت میکنی. ببینید در همه جای دنیا مثلا میگن تابعیت دولت فدرال و تابعیت مثلا عربستان سعودی، اینا خیلی جدی گرفتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی و واقعا یعنی اینا ما دو نوع تبعه داریم، تبعه ایرانی تبعه جمهوری اسلامی ایران. یعنی هر کی که جمهوری اسلامی رو قبول داره تابع ایران حساب میشه به دید من. یعنی اگه شما واقعا جمهوری اسلامی قبول کنی حساب میشی، نباشی بعد جمع کنی بری، این خیلی سختته. حالا میخواد یهودی باشه، مسیحی باشه، اصلا مسلمان شیعه باشه، اصلا چون که دین هم به نظر من ابزاره. اینا کجای حرفشون درست بوده که حالا ما بیایم میگیم اینا ملاک دینن یا ملاک این که هستن که واقعا میگن ما اصلا مسلمانیم، مثلا معلوم نیست اینا چه جونورایی هم. به خاطر همین به نظر میاد واقعا در دلشون باور دارن نه به لفظ که تابعیت جمهوری اسلامی مهمه نه تابعیت ایران. اینی که طرف یه جمع کن بره تو صدا و سیما سرخود نیست، چطور مثلا نمیشه یه حرفی بزنی ضد حکومت باشه همون موقع قطع میکنم. بارها تو همین اعتراضات داشتیم افرادی بودن که حالا شجاع بودن یا حالا شجاع هم نبودن واقعا حالا تتمه وجدانی داشتن وسط مثلا اجراشون یه حرفی زده بودن که سنگین بوده در اعتراض به نوع رفتار حکومت با معترضین، همون لحظه دوربین رو قطع کرده بودن. چطور یه نفر میتونه بیاد بگه آقا جمع کن برین؟ یعنی یه باور این حکومت داره و یعنی میگم اگر یه مسئله بودش که با آقا میخواست بر بخوره همون لحظه اصلا قطع میکنن نمیتونن بحث بره جلو، برنامه میصرف که بلایی سرش بیارن. ولی منظور به اینه که این باورپذیریه بازشون و نه که ما حق نداریم اعتراض کنیم و بفهمیم از کجا آب میخوره این قضیه. متشکرم. ممنون. بله جناب احمدی خواهی مسئله هستش. همین چند وقت پیشم روبروی صحبت های آقای خانومی آورده بودن که محجبه نبود، نمیدونم دیدی اخبار یا نه، میاد جلو آقا رو نقد میکنه
نه جدی میگم، نگاه کن اخبار با روسری و اینا تو همین جلسه حضوری هم بوده، میاد وای میسه نقد میکنه به نوع حجاب و پوشش و اینا، مثل همون داستانی که پوتین همیشه یه خانومی رو برمیداره میاره که خودش دفاع بکنه بگه نه ما همه چی آزاده همه چی اوکیه. هم دقیقا بازی جدیدشونه، برمیدارن یکی رو میارن بخوان حرفشو بزنه قشنگ و به قول شما مگه میتونن اینا اون برنامه رو قطع نکنن؟ یعنی دلشون میخواد اصلا همچین سیستم اتفاق بیفته. یه جایی هم اشاره کرد اینجا محمد میخواد به اینکه اینا دوست دارن که بدون خون ریزی هم مردم فرار بکنن، اینم خیلی نکته جالبه بود. دقیقا وقتی که تو بطنه این صحبت میدین همینه، بسیاری از این افراد رو فراری میدن. به قول شما همین کسایی که پناهندگی الان در واقع توی ایران هستن، این دفتر آژانس هواپیمایی چطوره که من و شما میدونیم، بعد وزارت اطلاعات مثلا نمیدونه که بره اینا رو ببنده این دفاتر مسافرتی رو. بقیه دوستان در این رابطه اگر صحبتی دارن خوشحال میشم که بشنوم، در غیر این صورت من پایان جلسه رو خدمت شما عرض میکنم. ممنون از همه بینندگان، شنوندگان، دوستان حاضر در جلسه، دوستانی که ما رو تحمل کردن، به صحبت‌های ما گوش دادن، مشارکت کردن، دوستانی که بودن و الان خارج شدن از جلسه. سپاس، دست همه شما عزیزان رو به گرمی میفشارم. من ختم جلسه رو اعلام میکنم در ساعت 17:58 دقیقه وقت اروپای مرکزی. امیدوارم که جلسات بعدی هم